خب بینندگان عزیز، با سلام به شما برنامه امروز رو شروع می کنیم. امروز 15 ژانویه سال 2018 میلادی و برابر است با 25 دی ماه 1396. در آمریکا امروز روز دکتر مارتین لوتر کینگ هست، که این آقای لوتر کینگ یکی از افرادی بوده که جان خودش رو در راه به اصطلاح این آزادی و ماجرای سفید و سیاه و اینها رو از دست داد و متاسفانه میبینیم حالا بعد از فکر کنم حدود 50 سال گذشته هنوز این اشکال در آمریکا هست، و مخصوصا با وجود شخصی به نام دونالد ترامپ این بدتر هم شده. در هر صورت روان شاد این آقای مارتین لوتر کینگ. و اما ما معمولا روزایی که تو آمریکا تعطیله و مخصوصا دوشنبه ها تعطیل میکنیم. ماجرا خیلی جالبه. من از آقای مرداد خانساری دیپلمات زمان شاه دعوت کرده بودم که مهمان ما باشن هفته قبل. ایشون در مسافرت بود، گفت وقتی برگردم و با شما خواهم. با من تماس گرفتن و گفتن که برگشتم. گفتم خب پس دوشنبه با هم خواهیم بود. گفتن باش. وقتی به ایشون قول دادم برنامه روز جمعه رو که اجرا میکردم اعلام کردم که ایشون مهمون ما هستن، بعد گفتم که الانم دوشنبه مارتین لوتر کینگ روز گرامی داشتش هست و اینها، و ترامپ هم روز جمعه. همون موقع گفتم ای کاش من با آقای مرداد خانساری بگم که اینجا تعطیله و به قول معروف ازشون عذرخواهی کنم و پستپون کنم یا تعویق بندازیم این برنامه رو به یک روز دیگه. ولی گفتیم نه دیگه، حالا ایشون هم ممکنه برنامه‌اش تغییر داده باشه و اینها، ما هم میایم برنامه اجرا میکنیم. جالب اینجاست که دیروز ایشون با من تماس گرفت و گفت که من یه سفر به اصطلاح ضرب العجلی باید برم و نمیتونم فردا با شما باشم، وقتی برگشتم باز به شما خبر میدم. گفتم ای داد بیداد، روزگار غریبی است و اگر زودتر میدونستم منم به بینندگان گفته بودم و امروز رو آف میگرفتیم یه مقداری به کارامون برسیم، وضعیت برنامه و اینا. ضمناً امروز برنامه از روی اینستاگرام هم داره پخش میشه، نمیدونم چه کسایی میبینن، اصلا سیستم کار کردنش هم بلد نیستم و هی ما پیرتر میشیم، هی این برنامه ها اضافتر میشه. این ور باید فیسبوک داشته باشیم، اون ور باید مردم تیوی رو داشته باشیم، اون ور باید یوتیوب رو داشته باشیم، اون ور اینستاگرام. والا وقتی من شروع کردم 20 سال پیش، ما مثل یه دسته گل میرفتیم تو استودیو، بنده خدا دیگران کار میکردن، حالا از اون که رئیس یعنی صاحب تلویزیون بود، از اونایی که میمدن کمک میکردن، از اونایی که حقوق میگرفتن اونجا کار میکردن، ولی حالا همه بارها رو دوش خودمونه و مشکلات هم اضافتر، تکنیک هی جدیدتر، ما هی قدیمیتر. تا کی بتونیم دووم بیاریم حقیقتش نمیدونم. به قول معروف شما این آمریکایی‌ها وقتی میخوان دعا کنن دستشون و انگشتشون اینجوری میکنن که یعنی شکل صلیب بشه، کراس، و شما انگشتاتونو کراس کنید تا ببینیم چی میشه. راجع به خدا و صلیب و کراس و اینها، امروز صبح خدا آمد با من صحبت کرد، گفت که سوربی اینقدر درباره آخه دیدم خانم شوبیری برای من نوشته که شما چرا اینقدر با ترامپ هارش، هارش یعنی خیلی سختگیر هستید، بد باهاش رفتار میکنید. گفتم والا وقتی کسی میاد میشه رئیس جمهور آمریکا، همه دنیا حق دارن بهش اعتراض کنن، ایراد بگیرن، و شما یادتون رفته که همین آقا که امروز گریه میکنه مثل بچه ننه ها هر روز شکایت میکنه چه بلایی سر اوباما آورده بود، اصلا صاحب میگفت که این مال آمریکا نیست، آمریکایی نیست و اینها. در هر صورت شایدم خدا با خانم شوبری و دیگران هست، آمد گفت که سوربی کاری به کار ترامپ نداشته باش، ترامپ منجی و نجات دهنده مردم ایرانه و ایشون شاهنشاه جهان هست و به زودی آقا رضا هم میشه شاه ایران. ما هم گفتیم اینجوری. ضمناً گفت که به این دوستان بگو که خدا گفته که شماها برنامه سوربی رو نگاه نکنید، شماها توی فیسبوک سوربی با سوربی کلکل نکنید،
برید دنبال این آقای حمزه پور و آقای شهرام و مایون و تلویزیونای لس آنجلسی که اونها رو حمایت کنید که بتونن ایشون که شاهنشاه هست، شاه شاهان، اون شازدرم شاه کنن و به یه جایی برسه. بذارید من این برنامه رو اینجا هم به اصطلاح بفرستیم روی ایرو، بیایم با شما. و نمیدونم این روی اینترنت بودن و هنوزم میشه گفت روی ایر؟ بله، این اکسپلیت و اینم تکنولوژی اینجا گو لایو. رفتم که رفتم. دوستان عزیز، من تصمیم گرفتم حالا که آقای مرداد خانساری به اصطلاح مسافرت هستن، از دوستمون آقای شهرام ایران بومی دعوت کنم. متاسفانه آقای ایران بومی هم همش میره دادگاه و میاد، حتی وقتی مثلا ما بهش میگیم 9 شب هم این میره تو زندانهای آلمان با زندانیا کمک کنه که برای مثلا فردا دادگاهشون حاضر اینها. در صورت اگر شد و امکاناتی بود با ایشون صحبت میکنیم. ساعت 3 بعد از ظهر، الان 2:07 بعد از ظهر به وقت واشنگتنه. ساعتتون رو یک نگاهی کنید ببینید جلوتر از ما هستید، عقبتر از ما هستید، پیرتر از ما هستید، جوانتر از ما هستید. و هی به من نگی سربی ساعت 2 میشه در ایران کی، ساعت 2 در آلمان میشه کی. 2 در آلمان میشه 8، 2 در ایران میشه 2:30. بعد روی اینترنت هستید، بزنید قشنگ همون موقع که نشستید بزنید what time، مثلا چه وقتی توی آمریکا، بهتون میگه کجای آمریکا. اینجا مثلا اگه 12 ظهره کالیفرنیا 9 صبح، هاوایی 6 صبح، 6 ساعت این ور آمریکا با اون ورش اختلاف داره. و اما ببینیم که باید چه کرد. آره، اگر ایشون اومد با ایشون صحبت میکنیم ماجرای اون شاهرودی و فرارش رو با چتر رو نمیدونم اینها. خب بارون میمد چتر گرفته بودن، ولی بیشتر چتر رو کجکی گرفته بودن که دوربینان نبیننشون. و خیلی ها میگن که شاهرودی با چتر خانم صدر اعظم آمریکا آلمان فرار کرد. راستی این ماجرای دولت آلمان، اینم میپرسیم حالا اگه خاص آقای ایران بومی در این باره توضیحی هم بده. بذارید ما این دوربین اینستاگرام رو تنظیم کنیم. و چی الان بعد از انتخابات اونا هم مثل که همینجوری معلق هستن و معلوم نیست کی به کیه، کجا به کجاست. بله، آلمان 20:30. ممنونم از شما. 20:30 یعنی 6 ساعت و نیم شما با ما فرق دارید. آقای مکس قلمی همشهریمون هم فکر کنم باشه ایشون، دستان ممنونم. برای من حقیقتش مهم نیست، چون من تو واشنگتن هستم، وقتم با نیویورک یکی هست. و برای اینکه این واشنگتن با اون واشنگتن غرب سیاتل اشتباه نشه، به هر کسی میگم به وقت نیویورک. دیگه نیویورک یه دونه است فعلا، تا بعد ما یه نیویورک هم تو ایران بذاریم برای آقای ترامپ. در حس اگر شد ساعت 3 با آقای دکتر شهرام ایران بومی خواهیم بود، اگر نه سعی میکنیم این چیزایی رو که از قبل مونده و هی داره روی هم اضافه میشه به اصطلاح نشون بدیم و تموم کنیم و بریم. من هفته پیش 1-2 ویدیو نشون دادم و این ورور گذاشتم، یکم هم شیطنت کردم، گفتم دوستان شما این آقا رو میشناسید؟ حالا هم از شما میپرسم واقعا شما این آقا رو میشناسید؟ بذارید ببینیم که این آقای روحانی جدید فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو یاد بدیم. سب کن آقای روحانی، بذار وقت بهت گفتم حرف بزن، حرف بزن. دوستانی که از برنامه آقای دکتر نصر احمدی خوشتون اومده بود، گفتید ایشون بازم بیاد، امروز با دوستان ایشون صحبت میکردم، گویا اونها هم در فکر این هستن که برنامه هایی رو یا حتی تلویزیون خودشون رو داشته باشن. من به اینها گفتم با وجودی که به اصطلاح اختلاف عقیده داریم، بعضی از شماها طرفدار پادشاهی هستید، من نیستم، طرفدار جمهوری هستم و اینها، ولی برای کار کردن حاضرم باهاتون کار کنم. حالا ببینیم که اونها تصمیم بگیرن و بیان. و خیلی ممنونم از آقای خوشنودی که ایشون هم زحمت کشیده بود تماس گرفته بود با آقای دکتر نصر احمدی و گفته بود که حاضره برای ایشون به اصطلاح کمک کنه تا راه بیفته. ما بعضی وقتا باید همش به فکر پول و اینها نباشیم، یه مقداری مثل آمریکایی‌ها کارای والانتیر یا داوطلبانه انجام بدیم تا بلکه امور اجتماعیمون تکون بخوره، روی غلطک بیفته. دوستان حتما شما این آقا رو
میشناسید دیگه. اجازه بدید من تصویرش رو به شما نشون بدم. رئیس جمهور ایران دوره دومش الان آقای حسن روحانی، گویا ایشون اسمش قبلا حسن فریدون بوده، هرچی مهم نیست، حالا شما اینو داشته باشین، اینو گوش کنین. از اون ور آقای احمدی نژاد میگه فیلتر رو بردارید آزاد کنید، که خودش عامل اصلی بوده. از این ور این آقا میگه، و من گفتم اصلا مثل که اینا واقعا دیروز رسیدن ایران و ممکنه از یک کرات دیگه ای آمده باشن. گوش بدیم ببینیم چی میگه. فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو یاد بدیم به نسل جوان ما. با فیلتر درست نمیشه. حالا ما تا میگیم فیلتر یه دیگه بعدشون میاد میگن فیلتر چیز خوبیه. حالا اختلاف نظر داریم دیگه، ما گفتیم اختلاف نظر خودش خوبه. با فیلتر درست نمیشه. یه روزی بود خواستیم رادیو کسی گوش نکنه، در زمان رژیم گذشته هر رادیو شما میچرخوندی پارازیت بود، غیر رادیو تهران، رادیو ایران، به هر کشوری میرفت. حل شد، حالا اون رژیم گذشته در پارازیت موفق بود یا تمام شد. یه روزی گفتیم آقا ماهواره ممنوع. خب حالا ماهواره ممنوع شد واقعا، یعنی مردم ماهواره نمیبینن، درست شد. با گفتن ما که درست نمیشه. الان آمار چی میگه؟ چند درصد مردم از ماهواره استفاده میکنه؟ یه روز گفتیم فضای خب حالا اینو داشته باشید، احتمالا شما این ویدیو رو دیدید. بذارید یه ویدیوی دیگه نشونتون بدم. یه آقای دیگه هست جوانتر از ایشون، ببینیم شما اونم میشناسید، باز اونم حتما دیدید. و همونطور که واقعا روزگار غریبی است نازنین. اینا الان دیگه تو این 40 سال گذشته همه میدونن که دوربین و فیلم برداری و اینها هست. تازه همون قدیم هم که نبود، یه جاهایی گندشون بالا میمد، یه سندی میمد، یه شاهدی میمد و الی آخر. بذارید من اینم به شما نشون بدم، ببینید شما این آقا رو میشناسید. به همون طور که در مسئله زنا قرآن میگه بل یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم، عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده‌ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن، حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه. معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونها هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن. متاسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش حمله میکنن. همون کسانی که این توطئه رو کشف کردند در داخل ارتش بودن، بنابراین خوبی دوستان اون قبل از این همین آقای روحانی بود. این آقا دکتر چمرانه که یه مدت چون با ارتش بود و اینها، اینجا بنده خدا از ارتشی‌ها دفاع میکنه، میگه اگه این ارتشی‌ها رو حقوقش کم به اصطلاح قطع کنی احمق، حتی اگه 10% برن به خارج به پیوندن جاسوسی کنن و اینها، ما اونا رو مجبور کردیم و نگهشون داره اینها بماند. ولی اونجایی که روحانی میگه اینا رو ببریم توی نمیدونم نماز جمعه و میدون فوتبال و اینها، این همین روحانی ها. حالا دو تا سوال پیش میاد، آیا اینا به اصطلاح نونو به اینا که نه روحانی نونو به نرخ روز میخوره مثل آفتاب پرست؟ یه چیزی داریم گیاهی آفتاب گردون که تخمه هم داره گل هم داره خیلی هم قشنگ با آفتاب میچرخه، یه حیوانی داریم به نام آفتاب پرست که اینجا بهش میگن کامیلیون، که دیدید اینجوری میاد روی یک برگی وای میسه سبز میشه، میره روی تنه درخت قهوه‌ای میشه، میره روی سنگ سنگ میشه.
عینک تو بذار اونجا، پاشو میذاره رو عینک، عینک آبیه، آبی میشه. اینا آفتاب پرستن. بله خیلی ممنون خانم بدری همدیار. به کجا هستی خانم؟ ای پارسال دوست، امسال آشنا، در سال خیلی ممنون. دوستان عزیز میتونم بگم اولین کمدین بانوی ایرانی که کارش هم خیلی خوبه، هم آواز میخونه، هم نمایش اجرا میکنه، هم کمدین هست، خانم بدری همدیار. امروز روی فیسبوک هستن، بهشون خوش آمد میگه و ایشون نوشته کی اینا میرن، کی. خانم آقای قرائتی 40 سال پیش جواب شما رو داد، گفت مگه ما مهمونیم که بریم؟ ما نیومدیم که بریم، ما اومدیم که اینجا بمونیم. و ماها بهشون گفتیم شما درست میگی، ماها در رفتیم. کی اونا میرن؟ کی اینا این سوال کردن آخوندا، گفتن کی اینا میرن؟ شما گفتی فلان موقع، من گفتم 62، اون یکی گفت 85، هر کدومون رفتیم. به خودمون دروغ نگیم. من نمیدونم اینا کی میرن، سوال خوبیه. در صورت ایشون نوشته که خود روحانیه. دوستان دیگه نوشتن که مجید نوشته که اون مثال عمو زنجیرباف در مورد روحانی که دو نقش بازی میکنه واقعا درسته. عمو زنجیرباف من داستانش نمیدونم، عمو زنجیرباف زنجیر منو بافتی، بس که آدم دروغگوی بوده و همه قول میداده و اینا، ولی میشه گفت این ماجرای شریک دزد و رفیق قافله است. مثل که با قافله میومده مثلا، بعد وای میستاده اگر یه چیزی میبستن حصار، اینا در واز میکرده که دزدا بیان، شریک دزد و رفیق یا رفیق قافله. در صورت اینم از این. حالا یه ویدیوی دیگه هم هست که بهتون نشون میدم، این ویدیو هم جالبه. این به اصطلاح کارنامه 40 ساله خود جمهوری اسلامی که خود آخوندا این آمارا رو خودشون، روزنامه‌های خودشون، و این رو یکی از دوستان درست کرده فرستاده. ضمناً این 3 تا ویدیو رو ما به صورت یه ویدیو که حدود 16-17 دقیقه میشه از امروز تا جمعه هر روز از تلویزیون مردم پخش میکنیم. از این دوستمون آقای بیژن که این برنامه رو حمایت کرده ممنون و متشکرم. خانم بعدی مدیار تسلیت میگم به همه مردم ایران، ما هم به شما تسلیت میگیم. 32 تا که اکثرا جوان بودن، یکیش هم گویا یک خانم ایرانی بوده در این کشتی سانچی. اینم خودش یه ماجراییه، وقتی حکومت ها دیکتاتوری میشن اصلا مثل اینکه اینا نمیتونن حتی یک لحظه مثل آدم درست رفتار کنن، همه کاراشون غلطه. اولا اینجا نگاه کنید، این کشتی رو گذاشتن سوخت، بعدم ما بین چین و ما بین ژاپن درگیری بود که آقا این باید بره پایین چون اونجا ماهیگیرا هستن و کشتی‌های ماهیگیری و اینها. الان به اصطلاح تئوری‌های زیادی راجع به کانسپیرسی، دسیسه هست که بعضی ها میگن این به خاطر تظاهرات ایران، یادتونه تظاهرات قبلی پلاسکو را آتیش زدن تظاهرات؟ من فکر نمی کنم. بعضی ها حتی میگن که این نفت به کره جنوبی نمیرفته و داشته میرفته به کره شمالی. اینا همه چی رو خاموش کرده بودن، رادارها رو خاموش کرده بودن و آمریکا و کره جنوبی اینو زدن. والا من نمیدونم، از بالا که نشون میداد که دو تا کشتی خوردن به هم. همین الان هم که اینجا تو این آتش میبینید، این قسمت یه چیز دیگه اونجا هست. حالا من نمیدونم کشتی ایرانیه کدومه، اینه یا اینه. و اگر اینه که میدونید اینقدر زیرش توی چیه که 1 میلیون نفت، 1 میلیون بشکه، نه لیترو گارو، 1 میلیون بشکه های 223 یادتونه اینجا میگن 55 گالون، 1 میلیون بوده به قیمت 60 میلیون دلار، ولی گویا اینا فقط تونستن 22 میلیون دلار بیرون بخرن. و جالب اینه که میگه توی تلویزیون ایران به جایی که حالا بگه ملوانانمون، هموطنانمون، بیشتر داره از خانم ملیحه نوری هم میگه که تسلیت به همه مردم ایران. بیچاره اونایی که از این ور سوختن، از اون ورم تو آب غرق شدن، ولی خانواده هاشون با همه اینا اونا تموم شد رفت، ولی خانواده هاشون نشون میده. و ازم این روزا ویدیو مثلا مادر یکیش، پدر یکیش داره زنگ میزنه به عروسش، اون یکی به دخترش تسلیت میگه و اینها، واقعا آدم دلش ریش میشه که نگاه کنه. در صورت اینجا نوشته که وال استریت جورنال سیستم سیستم مخابره که غلطه که سیستم
رادار یا هرچی موقعیت مکانی نفتکش ایران و کشتی چینی قبل از برخورد متوقف شد. یعنی همون دسیسه‌ای که میگن خاموش بوده که به اصطلاح نشناسنش، نفهمن اینها. و میدونید که اینا هم اکثرا اون از اونجا که میرن با پرچم پاناما میرن، مخصوصا این کشتی در پاناما ثبت شده بوده. البته وقتی تو ایران صحبت میکنه میگه این چی میگن اینجا میگفتن COD cash on delivery، میگه خلاصه ما این پول نفتش هم گرفتیم و مسئولیتش به ما نیست. و حتی یه جوری میخواست بگه یعنی این کارمندا هم، یعنی ملوانها هم، ملوانهایی هستن که برای یه شرکت خارجی دارن کار میکنن. حالا اگر یه کسی بیشتر در این رابطه میدونه خوشحال میشم تماس بگیره. شماره تلفن ما اینجا هست، من بهتون نشون میدم. اینه، ببینید 202 و بله 202 پیش کد یا کد پیش شماره واشنگتن دی سی 202 695 2573. من عمدن پشت این می‌نویسم یو اس ای که شمایی که از آلمان می‌خوای تماس بگیری بدونی، اونی که از یه جای دیگه می‌خواد تماس بگیره، مثل که شماها از اون ور که می‌خواید تماس بگیرین باید 201 رو بگیرین، ما از این ور که می‌خوایم تماس بگیریم 011 رو می‌گیریم. بله، میگه که وای که آنها ناامید نباشید خانم بدری، پدرشون در اومده است. خمینی خودش گفت وای با اون روزی که مردم پی ببرن که آخوندها چگونه هستیم. این آقای کاظم درست میگه. یه ویدیویی هست، خمینی همون اوائل به اینا گفته مردم به من و شما اطمینان کردن و اینها، و مواظب باشید اگه یه روزی مردم ناراحت بشن ماها رو تیکه تیکه میکنن. این ویدیو رو من قبلا هم دیدم، روی فیسبوک هم گذاشتم. اگر کاظم لطف کنه، وقتی به شما میگم کاظم نمیگم کاظم آقا، برای که میخوام بیشتر خودمونی باشه، کژوال فرندلی دوستانه، اگه لطف کنه لینک اون ویدیو رو تو این فیسبوک بذاره من ازش ممنون میشم. و سعی کنید این فیسبوک رو یه کمی خود شما را بندازید، شما بگی، مجید جواب بده، خانم بدری همدیار اصلا بیاد برنامه بذاره، من بشینم اینجا به اصطلاح فقط کمک کنم. واقعا دیگه خسته شدم نمیکشم همین ماجرای. حالا تازه فهمیدم که گویا یک آلرژی هست به غیر از سرماخوردگی و فلو تمام آمریکا، یه آلرژی هم هست که ولکن ماجرا نیست. من از دوستان دعوت کردم که بیننده باشن، شما هم دعوت کنید. مردم تیوی واقع بین ترینه. من خیلی ممنونم از شما، اگه لطف کنید ویدیوها رو شیر کنید این بهتر از دعوته، چون دعوت هی باید تک کنید، یه جورایی هم مزاحم دوستان نمیخوان بشید، ولی شیر کنید اونا که میان رد میشن میبینن اونجا هم هست. بازم از شما ممنونم. و اگر یه وقت آمدید واشنگتن و اینها بیاینو در این همون خونه ای که ما وقتی هنوز نساخته بودیم شما اومدید سال 2003 با پسرتون و هنوز هم همونجا هستیم و خوشحال میشم شما رو ببینم و با شما گپی دوستانه داشته باشم. بله ممنونم. و آقای پرویز عزیز، پرویزی که همه جا هست ولی وقتی بهش میگی بیا حرف بزن میگه من خیلی گرفتارم. بهتون گفتم قبلا رادیو تلویزیون های ایرانی اینجوری بود که یه کسی که زنگ میزد نفر بعدی میگه آقا بذار من جواب اینو بدم، میگفتیم آقا ما حالا فعلا میخوایم شما رو صلح بدیم، شما میخوای بیای مشت بزنی، ما می وسط یه دو تا مشت میخوریم اینها. بعد یکی میگه آقا من اصلا نمیدونم این آقا یا این خانم 24 ساعت داره تلویزیون نگاه میکنه. من میخندیدم میگفتم که عجب، شما از کجا فهمیدی که این خانم 24 ساعت تلویزیون نگاه میکنه؟ بعد دوزاریش میافتاد. خب شما هم 24 ساعت هستی، مخصوصا اون موقع به سالا نبود که رو فیسبوک ببینی، یعنی شما باید بودی میدیدی که این تلویزیونه، بعد از این تلویزیون اون تلویزیونه، بعد از اون تلویزیون به اون یکی زنگ میزنه و همینجوری. بالاخره این 20 سالی که گذشت برای ما تجربه بود، برای شما هم یه خاطره ای، امیدوارم خاطره خوبی باشه، از این تجربه پند گرفته باشیم و برای فردا و برای آینده بتونیم با برنامه های بهتر و با اینکه هموطنای بهتری باشیم. از اینکه هر کدوممون تا یه نفر اینقدر با همون مخالفه بگیم این مزدوره، این ماموره، وزیر اطلاعات فقط خوشحال میشه. وزیر اطلاعات ایران گفته بود که من خیلی خوشحالم که تا چند سال پیش از هر سه تا ایرانی، اولش که از هر سه تا یکی فکر میکرده اون دوتا، بعدن از هر سه نفر دوتا فکر میکردن اونا به اصطلاح مأمور و مزدور جمهوری اسلامی هن. الان میگه از هر سه نفر
ستاشون فکر میکنن اون دوتای دیگه مأمور جمهوری اسلامی هستن. خب اینقدر ما رو ارزون نفروشین، اقلا حقوقمون رو بگیرید. میگم برای مجید اون روز نوشتم والا ما مزدوران بی مزدیم، اقلا حقوق رو بگیرید، 25% شم خودتون کم کنید، 75% شو زحمت بکشید بیاین اینجا. بله ممنون. نوشتن که حتما در خدمتتون خواهم بود. من شما رو خیلی دوست دارم، حقیقتش به همه ثابت شده. بله خیلی ممنون، خیلی هم حسودی کرده. بله ممنون و متشکرم. و اصلا یه برنامه بذارین ایام عیدی اینجا، دوستانی که پروموتر هستن، ارشیا کیا یا اون آقای آرمان شهبازی، اینا اتفاقا ستار و خانم هنگامه دارن میان، از اون و خانم لیلا فروهر رو کی داره میاد، از اون و یعنی دهم 17 اینا همینجوری برنامه هست. و شما هم بیان یکی دو تا برنامه اینجا بذارید. اتفاقا چند روز پیش داشتم اون صفحه فیسبوک آقای مرتضی عقیلی رو میدیدم، من متوجه نشدم آقای مرتضی عقیلی رفتن ایران با آقای بهمن مفید فیلم و نمایش بازی میکنن، یا احیانا تو انگلستان کشورهای دیگه هستن. اگه اونم برای ما بنویسید ممنون متشکر میشم. و اما این کارنامه ایران هم بهتون نشون بدم، اینم حدود چند دقیقه هست و این را هم اضافه کردیم با اون، این را هم اضافه کردیم با اون بر دو تا ویدیو، و بعد از برنامه خودم بهتون نشون میدم. بذارید این را هم بیارم، 1 2 3. ببخشید اگه یکم صداها بالا و پایین میره، برای که هر کدوم از اینا را یک کسی ساخته، با یه دستگاهی ساخته، یک با کامپیوتر ساخته، یک با تلفنی ساخته، یک واقعا یه استودیو درست حسابی داشته، و شما به بزرگی خودتون این عیب و ایرادها رو یا این خورده ها رو ببخشید. بفرمایید کامرای 3 بشنویم با هم. کارنامه 40 حکومت آخوندها بر ایران، کاری از واحد تولید تلویزیون دیدگاه. تمامی ارقام این ویدیو از آمارهای رسمی خود حکومت آخوندی اقتباس شده است. ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان و سومین ذخایر نفت جهان است، همچنین دارای 10 معدن طلا، نقره، مس و دیگر ثروت‌های زیرزمینی می باشد. اما به دلیل 40 فساد و سوء مدیریت حکومت آخوندی، 40% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کند. ارزش پول ایران در این 40 420 برابر کم شده است. سال 1357 ارزش 1 دلار برابر 10 تومان بوده، در حالی که در سال 1396 ارزش 1 دلار برابر 4200 تومان است. 10 میلیون بیکار در ایران وجود دارد. بین 90 کشور جهان ایران دارای رتبه 10 در شاخص فلاکت است. سالانه 11 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود. برادران قاچاقچی سپاه کنترل تمام مرزها و گمرکات کشور را در دست خود دارد. 30% کارخانه های ایران تعطیل شده و باقی صنایع ما زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند. میلیون ها کارگر ایرانی بیکار شده اند. 15,000 دوستان عزیز، این چیزایی که من و شما هم تو این 40 گذشته خبر داشتیم، ولی جالب اینه که از آمار خود جمهوری اسلامی اینها رو گرفته و این ویدیو و اون ویدیوی آقای روحانی قدیم با آقای روحانی جدید رو براتون پخش میکنم. دوستان یه مقداری این ماجرای تظاهرات هفته گذشته رو بیشتر مطالعه کنید، ببینید چجوری خود آخوندهای تندرو از مشهد شروع کردن، بعد چجوری فرصت طلبای خارج نشین احمقای نادان روی این آتش به اصطلاح بنزین ریختن، مردم رو سوزوندن، جزغاله کردن، فرستادن خونه. حالا دوباره بریم برای سال نو جشن بگیریم و سیزده بدر و کازینو و الی آخر. و جالب اینجاست که آقای 16 بلند شده رفته تو تلویزیون عربی برای مردم ایران پیام پخش میکنه. شما کدومتون تلویزیونای عربی رو تماشا میکنید در روز؟ این همه تلویزیون تو لس آنجلس هست، این همه تلویزیون اینجا هست، این همه وسایل ارتباط جمعی کمه که این آقای عقب افتاده تنبل تو یکی از اینا به مردم پیام بده.
فقط با نوریزاده رفتن اونجا که اونجا بلکه بتونن یه پول دیگه. اینا چقدر خسیسن، چقدر گدا هستن. سعدی همشهری من ببینم یکی از دوستان نوشته برم تو این لهجه شیرازی، همشهری ما نوشته راجع به این که این اینایی که طمعکار هستن یا خاک گور چشمشونو پر میکنه یا اونایی که آدمن قناعت. اگر آدم قناعت کنه زندگی خوبی داره، به کسی هم ظلم نمیگه ولی ظلم و فشار نمیاره. کسی که یه جوونی بوده 62 میلیون به گفته خودش سال 79 پول داشته، امروز برای هر 10 دلار 100 دلار یا 1 میلیون دلار از این تلویزیون به اون تلویزیون، آقا نوکری من قبول میکنی؟ از اون دولت به اون دولت، آقا نوکری من قبول میکنی؟ بیچاره پدر تو نوکر تمام چی میگن تمام عیار بود، چه به سرش آوردن؟ پدر بزرگ تو نوکر انگلیس بود، چه به سرش آوردن؟ آخه یه چیزی یاد بگیر اگه میخوای نوکری هم بکنی، یه مدرسه باتلری مال انگلستان برو ببین نوکر یه جایی باشه که سرشون به تنشون بیارزه. میگن که بهمن و مرتضی ایران هستن. بله دیدم عکساشون و اینها رو و نمایش، یعنی عکسای نمایش اینها هم بود. میدونستن که آقای بهمن مفید چندین سال پیش رفت ایران و اینها. حقیقتش من به اینا ایرادی نمیگیرم. یادم سعید راد وقتی رفت ایران، البته خب ماجراهای دردسر و ازدواج و جدایی و دعوای خانوادگی اینها بود، ولی گفت من اینجا هیچ کسم ولی برم ایران سعید رادم. حالا برعکسش، من برم ایران یه دبیر ساده بودم، اینجا سربی هستم، اقلا روزی 1000 تا شاه اللهی از دست من سکته قلبی میکنن، بیچارا میمیرن. برای چی نمیدونم، برای که اینا همشون ترسو هستن دیگه. شاه اللهی خیلی که پیش بره میشه مثل شاه. سه بار فرار، اون روزم خانم شهناز خزائی نوشته بود سه بار فرار کرد، من خوندم سرباز فرار کرد. ببخشید برای که بعض وقتا واقعا مثلا شما می‌نویسید سه بار فقط سینش نوشته شده بود، بعد بار رو چسبوندم به این شد سرباز. و گفت که دلیلش یه مقداری هم شناسنامه بنده هم هست، باید اون فاکتور رو هم در نظر بگیرم. و اما این ویدیو رو بعدم براتون نشون میدم. حسن روحانی آفتاب پرست و اون پیامو بعدش هم اون آقای بیژن لطف کرده و کشتی نفتکش ایرانی 32 ملوان رو تسلیت میگم به خانواده هاشون و به مردم ایران. به خودمون دروغ نگیم، من و شما هفته آینده هفته دیگه یادمون میره، ولی اون بیچاره ها هر جا برنامه هست، مدرسه هست، جشنی هست، همیشه اینا یادشون خواهد بود. و چه باید کرد من نمیدونم، دولت چه مسئولیتی در قبال اینا داره نمیدونم. اینا استخدام نیروی دریایی بودن، نیروی این چی بوده، اصلا یه شرکت خصوصی بوده. اگر شاید وقت کنم از آقای تیمسار آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور که خود ایشون دریادار دوره شاه بودن سوال کنم ببینم که این نفتکشا که مال نیروی دریایی نظامی نیست، اینا معمولا شرکت‌های خصوصی هستند و اگه یه کسی میره برای یه شرکت خصوصی کار میکنه، حالا بازم دولت روش به اصطلاح نفوذ داره، قدرت داره، میتونه قوانین رو انفورس کنه یا چی میگن به فارسی، قوانین رو در موردش اجرا کنه یا نه، اینا رو من نمیدونم. دوستان خیلی راحت یه چیزی رو که نمیدونیم بگیم نمیدونیم. مردم رو توی این کوچه پس کوچه های اطلاعات الکی نچرخونیم. اینو من نمیدونم، شما میدونی، شما بیا زنگ بزن پیام بذار. سوربی بنده شرکت کشتیرانی داشتم و اینجوریه وقتی یه کسی استخدام میشه مثل یه شرکت خصوصی، اگر به اصطلاح اتفاقی براش بیفته بیمه عم داشته باشه یا بیمه شرکت و اینها، اونها به اصطلاح مسئول هستن و اونها میان چیز میکنن، به اصطلاح چیز میکنن، اونها میان غرامت میدن به خانواده، چون اینجا دیه نمیشه. دیه موقعی که یه نفر یه کاری عمدی کرد، ولی دیدم تو تصادفات و اینا هم میگن دیه باید بده. مثلا اگه شما رانندگی کنی خدای نکرده بزنی به یه بچه‌ای یا به یه عابر پیاده باید دیه بدی. درصد نمیدونم، خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم. همه چیز را همگان دانند، ولی به تلویزیون‌های ایرانی که میرسی همه چیز را یک مجری که اسم خودش هم بلد نیست بنویسه، نه به فارسی نه به انگلیسی، اون میخواد براتون بگه.
آقای پرویز میگه یک کشتی ایرانی با پرچم پاناما که عادی است در دریا با یک کشتی چینی تصادف که حامل 130 هزار تن مواد سوختی هم میکرده. 130 هزار تن اون کشتی چینی یا این که میگن 1 میلیون بشکه نفت و این کشتی همین عکسشو نشون دادن وقتی که خالیه اینقدر بالاست، اون تا اونجایی هم که به اصطلاح مخزن نفت و اینا هست. البته وقتی داشت میسوخت اینجا تو تلویزیون آمریکایی میگفت که اینا یه جایی دارن پشت انجین، مثل که مثلا اتاقی که به اصطلاح اپراتورها کارمندا اینا استراحت میکنن، و میگفت امکان داره اونجا هنوز اینا زنده باشن با وجودی که این بالا داره میسوزه و اینها، ولی درگیری بین دولت‌ها بوده، بین دولت چین و دولت ژاپن. اینجا هم بعض وقتا متاسفانه ایرادای اینجوری پیش میاد، مثلا یه جایی بین خط نورت کارولینا و ویرجینیا، نه اون میاد کمک کنه نه این میاد کمک کنه، یه کسی تلف میشه، تصادف میشه، اینها بعدن دوتاشون سو میکنن، دوتاشون غرامت میدن، ولی اون روز پدر سوخته خب حالا تو یه آمبولانس بفرست، ذلیل میشی. این مشکلات هست متاسفانه. این انسان دوپا با همه فهم و شعورش، با وجودی که رسیده تو کره مریخ و رسیده تو کره ماه، ببینید یه سرماخوردگی 3 ماه دیگه، اصلا خودم خجالت میکشم از خودم. بمانم احسنت به تو به نوآخوند که بلایی در خود او نیرنگ خدایی. آها این دوستمون ببو شاعره، شعر گفته. خب این شعر رو زنگ بزن، پیام بذار بخون که منی که الان بینیم گرفته، سینوسا داره دیوونم میکنه، 10 رقم قرص اینجا دارم، نمیدونم یه از این استریایی که استروید میزنه، یادتونه اون وقتا وقتی دوچرخمون پنچر میشد نمیخواستیم پنجه گیریش کنیم، مجبور بودیم بریم مدرسه، وای میسادیم، پمپ میزدیم میرفتیم دوتا خیابونو برتر، باز بادش کم میشن، این حالا دوتا زدم تا بریم. در اصل اینا رو چیز کن، از طریق خط تلفن امکان صحبت کردن میباشد. دانیل توسی، یا آقای توسی بود رفت کره نه رفت رو کوههای چیز، اون کی بود اینجا هم زندگی میکرد؟ بله آقا، از طریق تلفن شما زنگ میزنی 202، بس شمارش هم الان بهت نشون بدم، 202-695-25-73 پیام میذاری، امیدوارم تو 3 دقیقه بتونی جمع جور کنی موضوعتو بگی، اگر نتونستی بگی دوباره زنگ بزن 3 دقیقه دیگه و الی آخر. این 3 دقیقه لیمیت هم والا من نیذاشتم، کار بدی هم نیست، این باعث میشه که شما قشنگ بنویسی چیزایی رو که میخوای بگی به ترتیب بگی. ولی اگه فکر میکنیم مثل تلویزیونای قدیم آقا من دارم راجع به کشتی زنگ میزنم، شما زنگ بزنی بگی آقا راستین آقای شهرام همایون حالش خوب شد، من چه میدونم آقای شهرام همایون هم بهتر که مریض باشه، چون اگه حالش خوب باشه هر روز کلا سر یکی میذاره. از خانم بدری مدیار بپرسید، ایشون بهتون میگه که این شهرام همایون چه جانور عجیبی است. جناب سربی خیلی چاکرین، خیلی ممنون. ببو همون که نوشته احسن به تو آخوند که بلایی در خدعه و نیرنگ خدایی با حقه و تزویر بفریفتی، تو ما را ما ملت ساده کجا و تو کجایی. بله البته میدونید من خیلی طرفدار شعر نیستم، چون باور دارم که شعر یک مقداری سوپاپه برای ملت، مثل دیگای زودپز بود که اون سوپاپ بالاش اگر بازش نمی کردی منفجر می شد. این شعر من فکر می کنم اون فیسیه که سوپاپ میده و مردم میگن عجب شعری گفت این ببو، عجب پدر آخونده رو در آوردیم. آخونده میگه آقا شما هر چی می خوای شعر بگو، من دارم می خورم و می برم و می زنم و می کشم، هیچ کم تا حالا حریف من نشده. شما نظرتون راجع به شعر و شاعری چیه؟ یادم میاد این داور میگه که من از این شاعرها خیلی بدم میاد، میگفتم چرا؟ میگفت اقلا اون نقاشه میره یه قطی رنگی میخره، یک برزنتی میخره، بومی میخره، یک کاری میکنه، این شاعرها هیچ کاری نمیکنن، یا پای منقل یا پای میز عرق‌خوری میشینن، ماکسیمومش یه خودکاری برمیداره روی کاغذی یه شعری مینویسه، بعدم 2-3 روز دیگه هی میاد دوباره این خط میزنه که حالا قافیهش برنمیدونم چی بود، من فعلون فاعلن فاعلن یه چیزای اینجوری بود. در اصل ولش کنی آقا بخیا،
خب از طریق خط، بله میشه تلفن بزنید، حتما خوشحال میشم. اتفاقا توی این چیزا وقتی میخوام من یه جرعه آب بنوشم پیام شما رو پخش میکنم و الی آخر. یادتون باشه روزای چهارشنبه که هم وسط هفته است، وسط برنامه روز چهارشنبه، دوستمون از خلیج فارس یه برنامه‌ای میفرسته که الان 34-5 جلسه تا حالا است و به نام عقل بشر، اون رو هم ما براتون پخش میکنیم. شما هم میتونید برنامه داشته باشید، یه تماس بگیرید بگید من دوست دارم شعر بخونم، من دوست دارم راجع به تاریخ بگم، من دوست دارم راجع به زورخونه شعر بخونم. یادم چند سال پیش آقای فیلاوی چند تا نوار زورخونه به من داد که دیگه الان این نوارهای کاست به درد نمیخوره و اینقدر قشنگه که نگو و نپرس. متاسفانه هفته پیش این دوستمون از خلیج فارس یک نوار، یک ویدیوی مال یه زورخونه رو فرستاده بود، دیدم به جای یک مرشد دو تا مرشد نشستن، یه دستگاهی هم گذاشتن به قول این آقای ناصر توکلی رادیو ایران 60 تا ترک داره که این ترک ها ببخشید بعضی وقتا ما چون بلد نیستیم از ترک برای ترکمون استفاده میکنیم. دیگه آقای مرشد شما که یه ضرب انقدی بهت گذاشتن، یه زنگ گذاشتن اینجا، قرار شما با اون صدای قراء خودت بخونی، نه که دیگه تو هم مثل این مداهای آخوندا دستگاه نمیدونم چی بهش میگن آمپلیفایر رو حالا یکم اکو بده. یه آخوندی هست دیدید میگه که بهش میگن بخون و اینا صداش خوبه، بعد میگه که حالا دوستان یکم اکو بدن، این مردشون رو این اکو رو ببره. خواننده ای که ببخشید همین خواننده ها اکو استفاده میکنن که بعد مردم میگن آقا هر اولاغی از اون ور بخونه اگر دستگاهشو بتونید خوب تنظیم کنید صدای ایرج و گلپا و اینا در میاد. توهین به گلپا و اینا نیست، چون اینا تنها میخوندن، تو برنامه ها میخوندن. یادم آقای لطفی اینجا خدا رحمتش کنه میگفت که این تار، تنبک، فلوت اینا احتیاج به میکروفون نداره. ما میبینیم طرف مثلا میخواد شیپور بزنه، تو سوراخ شیپور اومده میکروفون گذاشته، میخواد تنبک بزنه، تو سوراخ تنبک اومده میکروفون گذاشته، میخواد ویالون بزنه، ویالونی که اونایی که طراحیش کردن با این دوتا نوتی که پاره کردن اینجا، این صدا میره تو چوب میپیچه میاد، یه میکروفون برقی میذارن روش، بعدم با پاشون هی تنظیمش میکنه. روزگار غریبی است، کارمون خیلی خراب. دوستان اگر از روی اینستاگرام ما رو میبینید، من امروز اولین روزیه که روی اینستاگرام دارم پخش میکنم. اینستاگرام گویا نمیشه از دسکتاپ پخش کنی و فقط از آیپد و این کوفته کوچولوها میشه پخش کنی. اگر کسی میتونه راهنمایی کنه برای من یه ایمیل بفرسته. ما روی فیسبوک هم نوشتیم، به دلیل اینکه نزدیک به 20,000 نفر روی فیسبوک و یوتیوب و نمیدونم ایمیل آدرس و اینها داریم، حقیقتش و علی هست حوزش نمیرسم به همه پاسخ بدم. اگه کسی میخواد پاسخ بگیره، نمیخوان بگیرید همینجوری بنویسید، او بنویسه اون جواب بده، تو فوش بده اون فوش بده، تو قربون صدقه اون برو، تو بگو درود اون میگه درود ورود، اون بگو درودها. یه چیز مزخرفی که امروزا رد شده این درودهاست. مگه ما میرفتیم یه جایی بگیم سلامها؟ تازه اگه خیلی ها بودن میگفتیم سلام به همه، درودها. در هر صورت اگه کسی میخواد جواب بگیره یا کاری داره، ایمیل تلفن، تکست هم قبول میکنیم، تکست، ایمیل، این. و اما بله خیلی ممنون، این دوستمون نوشته خیلی چاکریم. این کلمه چاکریم رو من نمیدونم، ولی کلمه مخلصیم، این همون اینجا دیدید زیر نامه ها مینویسه سینسیرلی، سینسیر بودن، خالص بودن، این همون مخلصیمه. حالا چرا یعنی چی؟ وقتی یکی خودش سینسیر هست دیگه اون طرف میفهمه دیگه، نباید بنویسه آقا ما خیلی مخلصیم. درصد من ممنونم، این دوستمون یکی از اونایی هستن که تلویزیون مردم رو هم حمایت میکنن، شما هم حمایت کنید. و اما دکتر نصر احمدی، دوستان اگه میخواین باهاشون تماس بگیرید، شما تلفنشون از 818-201-5759. و بله امروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفت آقا اینایی که هی میگن دوره شاه و اینها، گویا ایشون خونهشون اون میدون مولوی و اینها بوده و میگه من یادمه این بیمارستان مولوی یادتونه، برای که یه نفر گویا عقلش به اصطلاح میرسیده به شاه گفته که این همسرت حالا که میخواد
بچه بیاره و اینها، ببرش بیمارستان مولوی جنوب شهر شهر شیراز، جنوب شهر تهران و اینها. بعد دیدید دیگه، ویدیوهاش هست، برید ببینید. بعد میگه آقا اینجا وقتی که بیمارستان نهار میداد به مریضا و به کارمنداش زیاد میومد، یک توی همین بشکه‌های نفتی و بنزینی اینا بود که بعدا به عنوان سطل آشغال ازش استفاده میکردن. میگن این خوراکا رو میآوردن میریختن تو این و مردم حمله میکردن اینا رو وردارن ببرن. اینقدر مردم گرسنه بودن. دوستانی که بعضیا باباتون دوز بوده، باباتون شریک شاه بوده، میگه دوره ما همه خارجی ها نمیدونم نوکر ما بودن، والا بلا اینجوری نبوده. اقلا به باباتون احترام بذارید، ولی برید بخونید، برید نگاه کنید، برید ببینید همون موقعی که جشن 2500 ساله رو گذاشتن تو شیراز که بنده هم مال شیراز هستم، تخت جمشید، اون ورتر شمس‌آباد و پاسارگاد و دشت مرغاب یه فرانسوی رفت نشون داد که بچه ها دارن تو پشکل و تو فضله مرغ و فضله مرغ میگن چی میگن داشتن بازی میکردن. بعد گفت نگاه کن اون و توی این چادرا وسائل طلا و اینها آوردن برای مردم، برای مهموناشون، ولی اینجا مردم دارن گرسنگی میخورن. و اینم ماجرای رژیم شاه بود. رژیم شاه رو هر وقت خواستید میتونید با خودتون مقایسه کنید. فکر کنید که تازه مثلا از ایران اومدید رسیدید به آمریکا، حالا نمیدونم تو ایران کریدیت کارت فکر نمیکنم باشه، احتمالا همین دبیت کارت هست، پول میذاری تو بانک از چیزتون، ولی اومدی رسیدی آمریکا، بعد داداشت بهت گفته که بیا من ضامنت میشم، شما یک کردیت کارتی داشته باش. شما این کردیت کارتو که میگیری فکر میکنی پول داری، میری پول خرج میکنی، مهمونا دوستاتو میبره عرق خوری این و اون، و آخر ماه که میشه یقتو میگیرن، میگن آقا پول شما میگی نداری. بعد به داداشت میگن آقا این کی بود آوردی اینجا؟ داداشتم بهت میگه برده حسابی، من اومدم امضا کردم، کوسینر تو شدم، ضامن تو شدم، تو که هم خودتو خراب کردی هم منو خراب کردی. شاه این کارو کرد. شاه برید نوارش پیدا کنید، اونجایی که راجب جشنای 2500 ساله صحبت کرده همزمان شده بود با اون خاموشیای زیادی که بود. میگفتن مثلا 2 ساعت اینجا خاموشه، 4 ساعت اونجا خاموشه اینا. بعد مسخره کرده بودن مردم شاه و اینا رو. شاه خودش اومد گفت که بله، بعضی هم مسخره میکنن میگن که جشنهای 2005 دروازه تمدن بزرگ یعنی همین خاموشی ها، ما که نگفتیم حالا رسیدیم، گفتیم 11 سال دیگه میرسیم. آخه شاه قربون ننت بری، تو که نمیدونستی تو اتاق بغلی فرخانم باقی با کی داره لاس میزنه، چجوری از 11 سال آینده صحبت میکنی؟ دوستان عزیز، بعضی ها میگن آقا چرا شما با آخوند فوش نمیدی؟ آقا از اول تا آخر ریدیم به تمام این آخوندها، هر چی دلت میخواد بیا فوش بده. ولی من میگم مگه اینقدر کم فوش دادن؟ چه چیزی رو فهمیدیم ما؟ من اقلا بیام بهتون بگم اگر امروز اسهال دارید، دلدرد دارید، سرگیجه دارید، مال خوراک دیروزه، نرید دوباره اون خوراک رو بخورید. این آشپزخونه کثیفه، خوراکش مسمومه. شما میخوای بیا از اول تا آخر فوش بدی به آخوندا، برنامه بگی من در روز 1 ساعت برنامه دارم، 23 ساعتش خالیه. شما بیا 23 ساعت مثل همین که این دوستمون 3 تا نوار فرستاده، یکی روحانی امروز، یکی روحانی دیروز و یکی هم کارنامه آخوندا در 40 سال گذشته، برنامه پخش بود. هی این که آقا نمیدونم آخوند فلان مزدو اینا رو بریز تو سطل آشغال، دیگه خودتونم خندتون میگیره. اینم از بله، آخوند دست پرورده دوران شاهه. اوستا جان، من میگم همیشه آخوندها فرزندان خلف فرخانم هم. شاه از ترسش مذهبی بود، شاه آدم ترسوی بود، میگه حالا یه دعایی هم بکنیم، یه بازوبند هم مامانش بسته بود، خودش هم میگفت حضرت علی رو دیدم، حضرت عباس رو دیدم، حضرت مهدی رو دیدم، کتاب مأموریت برای وطنم خیلی از ما نمیفهمیم برای چی. این بدبخت فکر میکرد مأموریت خدا بهش داده، مثل من که امروز خدا اومد بهم گفت آقا این ترامپ آدم خوبیه، تو نمیفهمی. خدا به من گفت شوربی تو نمیفهمی، شعور نداری، اینایی که دنبال ترامپن آدمای فرهیخته این، آدمای اسمارتی ان، آدمای باهوشی ان. کسی که تا امروز 2000 تا دروغ گفته، در هر روز 6 تا دروغ میگه. آقای ضیا مصطفی زاده
به من میگه سوربی اینایی که میگن ما دروغ نمیگیم دروغ میگن، ما اگه دروغ نگیم روزمون شب نمیشه. ترامپ در روز 6 تا دروغ میگه. حالا شما اگه اینقدر فرهیخته هستی، باسواد هستی، باهوش هستی، هنوز به ترامپ اعتقاد داری، تنها کسی که میتونه ضامن شما بشه خدا. آمده به سوربی گفته سوربی این دوستان رو به حال خود بگذار، بذار برن خوش باشن. خیلی ممنون. نه آقا رابرت جان، هر وقت دوست داشتی بیا با هم صحبت کنیم، این برنامه در اختیار شما هم هست. من الان با اجازت شما رو پاک میکنم، اگه یه بار دیگه اینجوری بنویسی تمومه. بله خیلی ممنون. این آقای مهران کمالپورم چون باباشو اینا شاه بودن مثل رضا شاه تو طویله و اینا زندگی کردن، فکر میکنه میگن کافر همه را به دین خود به کیش خود پندارن، اونم ترتیبشو دادیم رفت. اجازه بدید اینم من پاک کنم، فنگلیش اینجا ننویس. و مهران اینجا نوشته واقعا، واقعا چی؟ واقعش به یک طرف، انشم بخوره تو سر اون طرف. بله بله ببینید اومده یه جایی ما نشستیم با دوستانمون، معلم شد ها معلوم شد. بله خیلی خوب مهران، نه مهرانه، مهرانه اوکی. شما دیگه از حد چیز گذشتی، باید با یک تیپا و یک تو سری قشنگ ترتیبتو بدم. البته ترتیبتو من نمیدم، بیا آقای رضا پهلوی ترتیبتو بده. مهرانه چی بود اسمت؟ یا حقی بودی کی بودی؟ مهرانه تهجد. بله دوستان عزیز من بهتون نشون بدم افرادی که اینجوری هستن. ایشون نوشته من به آخوند آلرژی دارم. خاک بر سر، خودت یه نوع آخوندی، آخوندی هستی که آیت الله آقای شاه. بفهم این خانم مهرانه 7-8 نام بچه دور برشه، خیلی متاسفم برای بچه هایی که زیر دست این. بله مهرانه تجاهد یا تهاجد نمیدونم، اینجا قشنگ دوستان میزنید بلاک، بلاکش میکنید برو گمش. حالا من میفهمم چرا این معلم ها چپ و راست بچه ها را از کلاس میکردن بیرون، چون من یکی از اونایی بودم که میگفتم دانش آموزی که بد شلوغه نباید از کلاس بکنیش بیرون، باید نگهش داری حتی وقتی دیگران رفتن، برای این سه بار مشق بگی، درس بگی تا بلکه بفهمه. ولی یه وقت دیگه نمیکشه، دیگه طرف خیلی خره، برو به سلامت، برو آقا تلویزیونای دیگر، خانم برو تلویزیونای دیگر رو نگاه کن بفهمم. بله اوکی اینم این، اینم این بفرمایید. بله نگاه کنید، بذارید دوستان من این برم بهتون نشون بدم. اینایی که میان مثل آخوندای حزب الله هستن، وقتی یه جای چیز میکنن ماموراشون میفرستن حمله کنن. نگاه کنید ببینید این بغل این خانم چند بار نوشته، در صورت که یک آدم درست حسابی میشینه و چیکار میکنه؟ به اصطلاح یه برنامه رو میبینه، بعد از برنامه این آقای دکتر ناصر طهماسبی خیلی قشنگ میگه، میگه بعد از برنامه، بعد از یه صحبتی آدم یعنی اینجوریه، تحمل، اول تحمل میکنی طرف حرفشو بزنی، بعد تأمل میکنیم درباره این چیزی که گفته فکر میکنیم، بعد تصمیم میگیریم. خانم اگه من یه حزبی باز کردم میگم بیا دنبال من، نه یا برو دنبال رضا، خیلی هم خوشبوه، چلو کباب میخوره پشت سر اون برو، برو دنبالش خوش باش، چی کار داری اینجا؟ دوستان عزیز ساعت 2:55 دقیقه به وقت واشنگتن، احتمالاً 11:55 دقیقه به وقت غرب آمریکا و غربش کالیفرنیا است و الی آخر. و شنیدم که یه وکیلی، یعنی یه نفر شکایت کرده از طریق وکیل و دادگاه و اینها دنبال اون آقای محمد حسینی هست دلغک، چون تو برنامهش گفته که 1,000,000 بهش دادن و از اون ور دستور تخریب و آتش سوزی اینا میده. این احمق نمیدونه شما نمیتونی سیتیزن یا مقیم یک کشوری باشی بر علیه کشور دیگه ای که تو سازمان ملل پرچم داره، کرسی داره، صندلی داره، نماینده داره، بیای این کارا رو بکنی. ولی اب نداره، سعدی گفت که در زندگی، یعنی زندگی دو بار
دو بار باید انجام بدی، با یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. اونایی که عاقلن لازم نیست دوبار زندگی کنن، از همین زندگی یک بار تجربه رو پیدا میکنن، از اون برم ازش استفاده میکنن. اونایی که نیستن یه بار میرن تا آخر، میگیرن میندازنشون زندان و اونجا عروس میشن و اینها، بعدن درست میشه برای زندگی آینده. خب کلن سلطنت طلب ها همینن، خیلی هاشون انواع و اقسام فواشی ها رو میکنن ولی طاقت یک نقد را ندارن. تا حرفم بزنم میگن یا اطلاعاتی جمهوری اسلامیه و یا مجاهده. این رو هم سم میگه. بله بذارید من دوباره این رو بندازم بیرون. مهرانه آمده اینجا. بله میگه که آقای احسان عباسی، مزدوران و پسمانده ها و سواک جز فحاشی درک و فهمی ندارن، همانند مزدوران بسیجی و ساندیشخوران خلیفه خونریز و صفاک ارتجاع خامنه‌ای. آفرین، درست گفتی. من همیشه آقای احسان به اینا میگم بیچاره ها، 57 سال رضا شاه و شاه طبق داستانهای خودتون، ببخشید، چوب تو آسین مردم کردن، نوشابه تو سوراخشون کردن، فلان و اینها، فوش دادن، زدن، فلان، چی شد؟ آخرش دوتاشون با خفت از مملکت بیرون رفتن. اقلا یه چیزی بیاد بگیرید. 40 سال آخوند داره این کار انجام میده، امروز نمایندهشون اومده چی میگه؟ چایش کفسی یادتونه؟ وقتی که مردم اعتراض کردن گرفت و زد و بس، بعد گفت حالا اونایی که موافق منن بیان بیرون تظاهرات کنن. مردم زبل هم آمدن بیرون وقتی این داشت حرف میزد. همون تظاهرات باعث شد که بره و بعدم بگیرنش و بعدم دادگاه و اینها و الی آخر. شما کاملا درست میگی، اینا هم احمق بودن، کشور گل و بلبل دستشون بود، نتونستن هیچ غلطی بکنن، حالا هم خاک بر سر آخوند که انقدر بد بود که این احمقا میگن صد رحمت به کفندوز اولی. من و شما میگیم آقا کفندوزی بده، چه کفن باباتو بدزدن جنازهشو بی کفن ول کنن، چه کفن پدرتو بدزدن و برینن تو قبرش. آخونده این کارو میکنن، کفنو میدزن میرینن تو قبر طرف، چون همیشه دست به انشون خوبه. بله اینم از این. تمام مشتمون از من والا نمیفهمم اسلام چه زمانی شاه تاماس عزیزم، یا فارسی بنویس یا انگلیسی بنویس. ممنونم از احسان و دوستان عزیز. دوستانتون دعوت کنید. 2:58 است. ببینم که آقای شهرام ایران بومی هستن اینجا، باشون یه تماسی داشته باشیم و یکی دو تا سوال از موقعیت به اصطلاح آلمان و این ماجرای شاهرودی و اینها بپرسیم. ایشون در آلمان هستن، آگهی های ایشون هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه که تشویق میکنه نترسید از به اصطلاح دادگاه و اینها، و داره زنگ میزنه ولی از اونجا متاسفانه وصل نمیشه. ایشون بعض وقتا با تلفن تماس میگیره و به اصطلاح رسپشن بده اگه تو قطار باشن، اگه یه جایی باشن، مخصوصا اگه تو زندانای آلمان باشن، این همه آهن و نمیدونم در بسته و سلام. به به. الو سلام. سلام علیکم. آقای ایران بومی، سوربی هستم از تلویزیون مردم، دوستان بیننده و شنونده هم با ما هستن. درود بر شما. شما رو بله. غافلگیرمون کردین. غافلگیر بهتره. اتفاقا بعضی از دوستان که میگن قبلش با من صحبت کن، میگم نه، من دوست دارم شما رو غافلگیر کنم و به قول اینجایی ها ایمپرووایز، به قول خودمون فلبداهه با هم صحبت کنیم. من عکس شما رو که روی اسکایپتون هست به دستگاه میدم و به دوستان گفتم که شما در آلمان هستید، آگهی شما هم هر روز داره اینجا پخش میشه، خیلی نوشتهاتون قشنگه، به اصطلاح مردم رو تشویق میکنین که از قانون نترسن، از دادگاه ها نترسن، و ممنونم از شما. من 2-3 سوال برام رسیده بود برای شما فرستادم. یکی این که دوستان میپرسن این ماجرای شاهرودی چگونه بود، اینجوری مردم یه دفعه احساساتی شدن و اینها، اگه میتونید، اگه دوست دارید صحبت کنید. یکی دیگه هم این ماجرای دولت آلمان الان بعد از اینکه خانم مرکل یه مقداری به اصطلاح
کم رأی آورد، الان این دولت چیه؟ دولتی هست نیست؟ منتظر خدمتن چیه؟ من ساکت میشم، شما در هر موردی که خواستید صحبت کنید. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم. من در حین صحبت های ایشون صفحه فیسبوک ایشون رو هم به شما نشون میدم. آقای ایران بومی بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مرد. وقت شما و دوستان و بینندگان عزیز بخیر. با توجه به سوالی که شما فرمودین، من سعی می‌کنم خیلی کوتاه مختصر جواب بدم. شخص که اسمش آوردین که گویا در آلمان دنبالش پلیس آلمان می بوده که من همش باید شرطی حرف بزنم، چون خود من این مدرک رو ندارم و چون نمیدونم که آیا واقعا چنین چیزی هست یا نیست و روی اطلاعات رادیو تلویزیون اونم محدود میتونم یک جوابی بدم. اسم ایشونو بذاریم کنار، اصلا کیس رو کلن من میخوام مطرح بکنم. اگه شخصی از خارج وارد کشور آلمان شده باشه، به هر علتی اگه ایشون کار خلافی کرده باشه، باید طرح شکایت مناسب شده باشه، که من اولین شکی که دارم در این پرونده شکایت درست انجام داده شده باشه، که من فکر کنم دعوی کسی که رفته بوده و شکایت کرده بوده، تا اونجا که ما شنیدیم افراد سیاستمدار بودن و آیا از وکلای حرفه‌ای به کار بردن، من اینو شک دارم که آشنایی با جنایت علیه بشریت رو داشته باشن، چون قوانینی که باید اینجا به کار برده میشد قوانین مربوط به جنایت علیه بشریته که خودش یه قوانین مخصوصی هست که باید اون وکیل آشنایی با اون سیستم داشته باشه. یک. دو، شخصی که از کشور خارج به داخل میادش اگه ایمونیته داشته باشه، نمیشه پلیس اینو همینجوری بگیره. ایمونیته یعنی چی؟ یعنی مسئولیت سیاسی. بله، به احتمال زیاد، اونم بازم من نمیتونم الان بگم ولی حد میتونم بزنم، اگه شخصی به هر علتی وزارت خونهی داشته و مصدر قدرت بوده، حتما یا به طور خصوصی وارد آلمان شده یا به طور عمومی، یعنی از طریق کاریش براش موقعیتی گذاشتن که بیاد. حالا در اینجا ما نمیدونیم که آیا علاوه دیپلماتیک ایشون ویزا بهش داده بودن یا علاوه مریضی. ممکنه یکی هم به علت مریضی بیاد، ولی با این وجود چون دیپلماته به عنوان مریض اومده، ما خودمون در آلمان افراد زیادی داشتیم که شیمیایی شده بودن ولی چون فعالیت برای دولت داشتن، برای درمان دولت مربوطه به آلمان می اومدن، ولی پاسپورتشون مال امارات متحده بود، مال کویت بود، مال کشورهای مختلف بود. پس یعنی اگر هم این داد و بیداد تا حدی درست شده باشه، باید معلوم می شدش که آیا صلاحیت به سازمان ملل، چون محدودیت میکنه گرفتن افرادی که دیپلماتیک هستن و نمیذاره همینجوری بتونه دولت مثلا آلمان اینا رو بگیره. سوم از همه مسئله که من دارم تو این ماجرا، بحث دولت نیستش، بحث قضایی هستش، که دولت وقتی که میگیم مثلا یک نماینده مجلس رفته شکایت کرده، این نماینده مجلس خب باید طبق قوانین شکایت بکنه، یعنی باید متن بازداشت موقت که باید صادر می شده روی حساب قانونی نوشته بشه و این نیستش که من نماینده سیاسی هستم یا وزیر یک کشوری هستم میتونم بیام تو آلمان و بگم این قوانین رو بذارین کنار و برای یک شخصی، حالا هر کی میخواد باشه به هر علتی هم باشه، بلافاصله یک طرح بازداشت موقت باشه. این بازداشت موقت شرایطش به احتمال زیاد در اینجا درست ثابت نشده. این مسئله‌ای که ما داریم در قانون جنایت علیه بشریت، دو تا مسئله هستش که باید ثابت بشه، یکی کشتار عمومی هستش و یا سیستماتیک وقتی که جنایت علیه بشریت بشه، یعنی اون دادسرا که بخواد رسیدگی بکنه باید ادعانامه رو جوری داشته باشه که بتونه احراز جرم و اون اتفاقی که افتاده رو در عرض کوتاه مدت انجام بده. و شک دارم من که در اون برنامه‌ای که در رادیو تلویزیون من شنیدم، این مدارک به طور کافی به دست دادستان کشور رسیده باشه، چون اینجوری که معلومه افرادی که این برنامه رو آماده کرده بودن اینقدر از لحاظ حقوقی نامناسب برخورد کرده بودن که خودشون علت فرار رو درست کردن و کمتر میشه گفتش که دادسرا و دادستان آلمان اشتباه میشه گردنشون انداخت، چون که نوع پرونده میتونست بسیار بسیار قشنگ جوری درست شده باشه که بازداشت موقت رو در مدت کوتاه، اگه چنین که رادیو تلویزیون میگن بوده باشه، میشد این بازداشت موقت رو هماهنگش کرد.
گوشیو میدم به شما، سوالی داری بفرمایید. بسیار ممنونم. اولا من این ویدیوهای شما رو باید برای دوستان دیگه ارسال کنم که اونا طرز مصاحبه و گفت و شنود رو یاد بگیرن. دوستان ببینید چقدر قشنگ ایشون چون از قانون خبر داره، اولا همه چیز رو شرطی عنوان کردن، بعد یه جوری هم به من و شما فهموندن که وقتی ما از قانون بیخبریم و یه کارایی رو انجام میدیم، حتی از طریق قانونی اگر میریم، ممکنه برای اون کسی که میخوایم به اصطلاح به سزای اعمالش برسونیم یک راه فرار رو باقی بذاریم. ضمناً شما اینجا دو بار اشاره کردید به بازداشت موقت. بازداشت موقت در آلمان چقدره؟ چون مثلا اینجا 24 ساعته، باید تو 24 ساعت تکلیف طرف معلوم بشه. حالا بازداشت های طولانی تر هم هست یا نیست؟ و بعدم یه مقداری درباره دولت آلمان صحبت کنید که الان به چه صورتی هست، چون دیدم حتی عکس خانم مرکل رو با چتر گذاشته بودن برای روز بارونی، بعد نوشته بودن که اون آقا با چتر ایشون فرار کرد. من فکر نمی کنم اصلا به اونجاها رسیده باشه، ولی شور و هیجانات ما معمولا شور حسینی هست و بعضی وقتا بیشتر به خودمون صدمه میزنیم تا کمک کنیم. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. ببینید این سوالی که شما فهمیدین میشه به سه قسمت تقسیمش کرد. من حالا نمیخوام کارو پیچیده بکنم برای شنوندگان شما، ولی اگه بخوایم خانم مرکل اول از همه در حال حاضر خودش کمیسار، یعنی که به طور رسمی الان نمیشه گفتش که ایشون رهبر رسمی کشوره، چون با انتخاباتی که شد حزب ایشون اینقدر کم رأی آوردش که در واقع باید خودشون به طور عقلانی میگفتن که من دیگه نمیخوام ادامه بدم. ولی همونجور هم چون حزبای دیگر که حزب بزرگ آلمان هم اونم رأی کم آوردش، اینها الان با همدیگه دارن ائتلاف میکنن. یعنی ما الان در آلمان سیستم ائتلاف بازندگان رو داریم، نه برندگان. این خودش یک توهین به جامعه دموکراسی هستش که وقتی مردم میگن ما شما رو نمیخوایم و این همه باختن، با این وجود به خودشون اجازه بدن که بیان رهبریت یک کشور رو دستشون بخوان بگیرن. دو، ما در حال حاضر دولتی که داریم، دولتی که الان حکومت میکنه، با توجه به قرار قانون اساسی میتونه کار کنه و داره کارم میکنه، ولی این اولین بار در تاریخ آلمانی که این مدت زیاد این قطار سری و سر که داره حرکت میکنه، رانندهی که داره نشسته لوکوموتیو حرکت میده، در واقع راننده اصلی نیستش. و این خودش یکم بزرگترین مسئله هستش، چون هر تصمیمی که اینا بگیرن میتونه به راحتی در آینده نزدیک دوباره عوض بشه، و چون دولت باید تضمین بده برای تصمیماش و اینا نمیتونن اون جوری که باید و شاید انجام بدن، خودش این یک بحث علاوه دموکراسی هستش. چرا الان خانم مرکل نمیادش عقب نشینی نمیکنه و چرا انتخابات جدید نمیشه؟ و از لحاظ سوم اینکه شما بخواید یه چتر رو دست یک رئیس جمهور بدین و اگه قرار باشه رئیس جمهور بخواد بیادش قسمت سوم حکومت، یعنی قسمت قضایی رو تحت تاثیر قرار بده، که ما دیگه سیستم مردم سالاری نداریم. پس دولت میتونه کار خودشو بکنه، مجلس کار خودشو کنه، ولی قسمت قضایی وظیفش کنترل بقیه ارگان‌ها و مردمه. و ما در اینجا چون حقوقمون، حقوق سیستم قضاییمون کاملا آزاد کار میکنه، به احتمال زیاد کمتر میتونن احزاب سیاسی فشار وارد کنن. و خوشبختانه من اینو میتونم با تجربه کاری بگم، تصمیمای سیاسی خیلی کمتر توی دادگاه ها به چشم میخوره. بفهم. بسیار ممنونم از شما. میدونم که شما به اصطلاح اونجا خیلی فعال هستید، کلاس هایی رو برای دوستان میذارید، چه افغانی ها چه دوستان فارسی زبان و حتی آلمانی ها. برنامه جدیدی دارید که به اصطلاح از این سمینارهایی باشه که کمک میکنید و عمومی صحبت میکنید؟ و باز خیلی ممنونم شما بدون اینکه اسم از کسی ببرید این پرونده ها رو به صورت عمومی توضیح میدید، تا اگر کسی دید شرایط منم اینجوری هست، پس میتونم از کمک های آقای شهرام ایران بومی استفاده کنم. ضمناً اگه کسی هم پول نداشته باشه، توی آمریکا براش وکیل تسخیری میگیرن، ولی حقیقتاً این وکیلای تسخیری چون پولی نمیگیرن، کمک آنچنانی نمیکنن. یعنی حقیقت بعضی وقتا به زور دارن کار میکنن. سیستم آلمان برای اون کسی که
پول نداشته باشه چیه؟ شما خیلی هم باز قشنگ این سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه رو توضیح دادید. بعضی وقتا دوستان ما قاطی میکنن، حتی اینجا یقه روحانی یا احمدی نژاد رو گرفته بودن که چرا فلانی تو زندانه، بعد اونا هم میخندیدن و میگفتن آقا ما قوه اجراییه هستیم، اون دست قوه قضاییه است. یعنی یه جوری به طرف میگفتن تویی که از قوه مقننه قضاییه اجرایی خبر نداری، بهتره که سوال نکنی. من ساکت میشم، شما لطف کنید یه مقداری در این موارد صحبت کنید. برنامه آینده دارید یا نه؟ اگر دارید کجاست کی؟ بله ولاد، اینجور که میگم من تو بارون هستم توی وسط شهر، شما رو خلاصه بگم. بله دو تا پس فردا در شهر ویسبادن هستش در رابطه با روابط ایران و آمریکا یه سخنرانی من دارم، برای جمع ایرانی ها نیستش، برای جمع آلمانی ها هستش، آلمانی هایی که در آلمان علاقه دارن در رابطه با مسائل خارجه بدونن. و در اونجا سخنرانی من در رابطه با تاثیر فرهنگ و بازتاب قوانین ایران در روابط اجتماعی در آمریکا هستش، یعنی که چگونه مثلا در سیستم قانون اساسی آمریکا تونستش افکار آرمان ایرانی تاثیرگذار باشه. این پس فردا هستش. و برای ماه مارس چند مدت دیگه در رابطه با تفاوت زن و مرد و مسئله خشونت زنان و عواطف و احساسات برنامه دارم که چگونه علاوه روانشناس اجتماعی ما عواطف و احساسات که پایه روابط زناشویی هست و باید در دادگاه ها بشناسیم. روابط احساسی، روابط عاطفی باید درک بشه. اگر برای درکشون پسر یا دختر بچگی بهتر بتونه بشناسه، شاید در بزرگسالی بهتر ما بتونیم حل مشکلات و راج پیدا کنیم. و چون ما در دادگاه خیلی مسئله خشونت رو باش برخورد میکنیم، سعی میخوام بکنم که در رابطه با احساسات قوی، گریه خیس و گریه سرد میشن توضیح بدم. گریه خیس منظورم یه مثال میارم برای خانوما، گریه خوش منظورم گریه آقایونی که چجوری اینا به یک حالت میرسه که بعدن شایستگی رفتار انسانی از همدیگر رو از هم میگیرن و ارزش برای هم قائل نمیشن. موقعی که قبل از اینکه با هم ازدواج کنن دست همون میگرفتن، 10 دقیقه میشینن بدون حرف زدن نگاه هم میکنن، ولی با لطافت و با انسانیت کنار همن. 2 روز بعد که ازدواج میکنن کنار هم دیگه، یعنی 20 سانتی‌متر هم دیگه میشینن، این داد سر اون میکشه و این نیکی سر اون میکشه و همدیگه رو نمیفهمن. این سخنرانی که در باره روز زن هستش بیشتر میخواد به مسئله نیم کره راست و چپ مغز هم بیادش روش کار بکنه، که امیدوارم سخنرانی جالبی بشه. بسیار ممنونم از شما. ویسبادن یکی از شهرهای مورد علاقه من، اتفاقا 2 سال پیش که اومدم اینجا رفتم باز و اون آدمک های سبزی که نمایانگر حزب بود تو خیابون بود، حالا نمیدونم به جاش چی میذارن. امیدوارم که برنامه پس فردا مثل همیشه با موفقیت انجام بشه. امیدوارم برنامه مارچتون ما هم بتونیم بیایم اونجا. در اصل ممنونم از اینکه مهمان ما بودید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه تشکر میکنم و خداحافظی، و به امید اینکه باز هم با ما باشید و بیشتر با ما باشید. درود بر شما و بینندگان شما. دوباره باید بگم و در هر جای دنیا هر کدوم ما که بخوایم میتونیم تاثیرگذار باشیم نسبت به خواستمون، به تواناییمون در جامعه. این که ما سکوت بخوایم کنیم و بخوایم بذاریم که سیاستمداران و دیگران برای ما تصمیم بگیرن، فکر کنم اشتباه باشه. هر کدوم ما در هر جایی میتونیم واقعا مسئولیت قبول کنیم و بتونیم تاثیرگذار بشیم. اگه من نوعی در این آلمان با دانایی محدودم برابر صاحب نظران بزرگی که در اینجا هستن سعی میکنم که احزان آلمانی رو روشن بکنم در رابطه با روابط مردم ایران و آمریکا، که خشونت برای چی نباید باشه و برای چی باید دولت مردان آمریکا از این نوع رفتار نامناسبشون جلوگیری بکنن. این نه فقط برای شما و من و میشه گفت دوستان ماست، بلکه برای تمام ما ایرانی هست. و امیدوار هستم که هر کدوم ما در هر جای دنیا هستیم اینو جدی بگیرن که هر کدوم ما باید در هر روز دفاع از حق و حقانیت بکنیم. براتون روز خوبی آرزو دارم. بسیار ممنونم، مرسی که با ما بودید. دانکه. روز شما بخیر. شب شما بخیر. خدا نگهدار. شب روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی بودیم. فیسبوک ایشون رو نشون دادم. خیلی ممنون، بنده خدا تو بارون آمد و وایساد صحبت کرد. اجازه بدین از این آقای مکس قلمی تشکر کنم. خیلی قشنگ نوشته. به نظر من انسان با هر عقیده‌ای میتواند با هم باشد.
ممکنه عقیده من با آقای سربی یکی نباشه، ولی دوست نداری نبین. خیلی قشنگ اتفاقا نیست، من و ایشون خیلی وقتا با هم اشکال داریم، خیلی ازش ایراد میگیرم، ولی اینجوری نیست که قهر کنه یا خدای نکرده فوش بده. من میگم آقا این چیزی که شما میگی من قبول ندارم، ایشون هم میگه این چیزی که شما میگی قبول ندارم. دوباره پس فردا بیننده برنامه‌ام هست، از این بابت ازشون ممنونم، از آقای احسان عباسی ممنونم. شما هم دوستان نظرتون رو بگید. و ضمناً این دوستمون دانیال همون دانیال نبی خودمون پیام گذاشته، البته 4 پیام گذاشته، و بذارید ببینیم که 2:40، 2:45، 2:49، 2:53، 2:58 این پیام ها رو من سعی میکنم موقعی که برنامه ندارم شما توی بازپخش و اینها میبینید بذارید، بعد من بیام برای برنامه آینده اش استفاده کنم. ولی چون شما گفتید تلفن میشه تماس بگیرم، گفتم بله، شما لطف کردید زنگ زدید، من صداتون رو پخش میکنم. و اینا همه رو مهمون آقای خانساری هستیم، چون قرار بود ایشون مهمون ما باشه امروز، ایشون در سفر هستن، وقتی که بیان اولین روزی که وقت داشته باشن با شما خواهند بود. و اما آقای دانیل توسی حتی شماره تلفن دستیش رو هم داده اینجا، هم قشنگ مثل یک انسان محترم شماره تلفنش من دارم میبینم، 818 و الی آخر شماره تلفن دستیش. بله اینجوریه، نه یک کسی از پاریس، این دیوانه‌ای که به آقای حسن ماسالی زنگ زده بود بعد من رو ار زنگ زدم، این هی هر روز میره اون برنامه رو نگاه میکنه و وقتی که داره پخش میشه تازه دوزاریش میفته یه چیز جدید یاد میگیره. بذارید من این اسکایپ رو ببندم. دوستان اگر از اسکایپ استفاده میکنید، من نمیدونم شما چی میگین، تو آمریکا بعض وقتا به مثلا باتری میگن جوسش کم شده، حالا این کلمه جوس برای آب میوه هم استفاده میکنن، ولی مثل ما که تو ایران مثلا میگفتیم ولتش اومده پایین، امروز هم با یه دوست صحبت کردم گفت افت ولتاژ، تا گفت افت ولتاژ گفتم شما رشتت برقه، گفت بله. این افت ولتاژ اگر شما تو کوچه ها نگاه کنی میبینی از اینجا که میری اونجا دوباره یه ترانسفورمر گذاشتن، میری اونورتر دوباره یه ترانسفورمر گذاشتن، چون نمیتونن جنس این سیم ها رو از طلا که بهترین هادیه یا آلومینیوم استفاده کنن یا از سیلور استفاده کنن، میان از مس و حتی از مس هم بدتر استفاده میکنن. یه سری به عنوان گرما ازش تلف میشه، یه سری به عنوان اون ایجاد فضای مغناطیسی تلف میشه. اینی که مثلا شما اینجا از نیروگاه مثل میزنم، شما 11000 ولت میذاری میره اونجا مثلا میشه 10500، دوباره اینو میارن پایین میبرن بالا رو ترانس دوباره میکنن 11000 تا میره اونجا میشه 10500. اینا حالا امپ و فلان اینا نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که این کارا حساب داره. اون آقایی که میشینه هی فیلم ما رو نگاه میکنه از فرانسه، حالا روز اول تلفن زده شمارش هم گذاشته، منم به شمارش زنگ زدم، بعدم دروغ میگه، بعدم میگه من شیرازی نیستم. یعنی وقتی دروغ میگی میشه مثل ترامپ، مجبوری یه دروغ که گفتی پریروز، گفتی من ریسیست نیستم، امروز بیای بگی من اون روزم اونو نگفتم، و میشه روزی 6 دروغ. دوستان ترامپ تا امروز 2000 دروغ گفته، 2000 والا بعضی ها یه دروغ میگن حکومتشون برباد میره، این مردک شالاتان پوفیوز 2000 دروغ گفته. بذارید یه چیز دیگه که این مکس قلمی نوشته اینجا و نمیدونم برای کی نوشته، اول نوشته بود و فکر کردم برای منه، برو یه کانال دیگه، میخواستم بگم آدی کجا برم، کانال های ایرانی آزادی نمیدن، به خاطر همین ما اومدیم این تلویزیون مستقل رو از سال 2003 درست کردیم. بعد دیدم منظورش به اوناییه که من انداختمشون بیرون، میگه خب آقا خانم بیچاره چرا این حقیو که داری که اینجا حاضر باشی، حقیو داری که مثل آدم انتقاد کنی از خودت میگیری و با فوش دادن با بدی گفتن سربی میندازدت بیرون. یعنی خب این هم نشونه نادانیشونه دیگه، اگه دانا بودن وای میستادن خیلی با احترام آقای سربی من برنامه شما رو میبینم برای شما احترام قائلم ولی با شما مخالفم. دیگه من که دیوونه نیستم، که احمق نیستم که میگم خب بفرمایید شما حرف بزنید. بریم سراغ دانیال نبی. بفرمایید. شوش شوش ها توی دسپول شوش و اینا هست، اون دانیال پیغمبر اصلی. این که 25 ثانیه است. اولی
آی صبحی اوقاتون بخیر در شرق امریکا. من از لطنزیه سعیم میزنم و از آن حضورشون که با این تلفن دستی ممکنه تماس بگیرید 310-280. اوکی میخوای من تماس بگیرم؟ یک شماره تو نوشتم اینجا. اوکی ببینیم شما چی میگی، حرف حساب چیه؟ وقتا شماره رو یه بار نگاه میکردیم این نهتا قشنگ همش یادمون میموند، حالا بین هر یکیش یه بار نگاه میکنیم بازم یادمون میره. آقا دانیال کاکو جون ما رو سر کار گذاشتی، بزنم پیامات که پخش میکنیم چی میگه. 3 دقیقه اول. آی سوری اوقاتون بخیر، وقت شما در شرق امریکا و همچنین بیننده ها و شنونده هاتون. من دانیال توسی هستم از لس آنجلس زنگ میزنم. عرض کنم که راجع به یکی از آخر موضوعاتی که شما داشتین صحبت میکردین که رابطه به طور مثال بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور با اعتراضات اخیر چی میتونه باشه و چه کسانی حالا به فرض اومدن به جای اینکه کمک بکنن و در واقع حمایت بکنن میتونستن کار خرابی هم بکنن. ببینید من با توجه به حداقل اطلاعاتی که شخصا خودم دارم اینجوری هم به قضیه نگاه میکنم که این جناب رضا پهلوی در واقع شعاری که تو مشهد داده شد، خب با توجه به این که یعنی حداقل چیزی که من میتونم بگم یه جور رابطه زیرمیزی بین جناب رضا پهلوی حالا به صورت آنلاین یا چت کردن یا این با بخشی از این نمیدونم حالا از سردارهای رژیم تا کسانی که از اون ور زنگ میزنن بهشون اظهار ارادت میکنن یا حتی میتونه نه عوامل رژیم باشه، یه همچین رابطیشون داره. اتفاق خیلی هم با این رابط سرگرمه و نشون هم داده که ایشون نه اهل براندازیه و نه چیزای دیگه، انواع اقسام فرصت هم داشته. حالا شما ببینید ما یه دفعه صبح از خواب بلند میشیم میبینیم که آره تو مشهد اومدن یه دفعه میگن ما انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم یا رضا شاه روحش شاد و این به سرعت توی فضای عمومی توی تلگرام همه جا منتشر میشه. خب با توجه به اینکه جناب رضا پهلوی همیشه منتظر فرصتی که بیاد اوزار هاپلی بکنه به نفع خودش یا به نفع خاندان پهلوی، حالا هماهنگی مستقیم بوده یا غیر مستقیم، ایشون و طرفداراش اومدن حتی توی لس آنجلس این داستان رو به نفع خودشون هاپلی کردن و نه تنها حالا فقط راجع به خود رضا پهلوی بلکه اصلا مردم رو برده بودن به نقطه سال 57 و آقا به فرض بله توی رفراندوم خیابانی مردم اومدن و نه تنها از رضا پهلوی بلکه از خاندان پهلوی هم عذرخواهی کردن و اصلا کلی هم پشیمونن که چرا انقلاب کردن. خب این یه جور میتونه حالت یعنی برای دو طرف استفاده داشته باشه، یعنی ولی مطلقه واقعی از اون بر میاد نتیجه گیری میکنه که آره اگه واقعا از انقلاب کردن و سرنگون کردن حکومت قبلی پشیمونید و کارتون به اینجا رسیده بعد 40 سال، خب الان هم ممکنه ما رو سرنگون کنیم بعدا پشیمون بشید و ما این بیاییم از خیر این سرنگون کردن ما بگذارید. از اون برم به لحاظ سیاسی از این بابت نونی که تو جیب رضا پهلوی رفت. خب دیگه 3 دقیقه تموم شد. یکی از مشکلات اینه که شما چون فلبداهه ایمپرووایز می‌خواستی جواب برنامه منو بدی و اون نوشته‌ای که 2-3 روز گذشته نوشتم که مثلا نوشتم تظاهرات به حق مردم ایران را ما خارج نشینان خوشنشین نادان خراب کردیم،
شما داری میگی اینجوری، این انقدر رضا پهلوی تنبل و عقب افتاده است که اصلا اون چیزی که شما میگی امکان نداره که کسانی از ایران با این دوست باشن یه چنین کاری کرده باشن. آقا این قولت میدم دو سه روز اولم که پیداش نبود، این همش این ورون مهمونی، مفتخوری، کازینو، سیگار کشیدن. یه آدم اون رقص شطوریشو برید ببینید با سرود ای ایران، این مردک احمق رقص میکنه میپره بالا و پایین انگار که نوشادر کردن یه جاش. در اصل دوست عزیز میفهمم چی میگی، ولی میدونی شما فکر میکنی اینقدر ممکنه این رضا پهلوی شعور داشته باشه، اینقدر ممکنه همیت داشته باشه. نداره آقا، من مینویسم برات مهر میزنم. این همشهری من آقای هوشنگ شیرازی دوستم، ببینید چه قشنگ نوشته. نوشته من در بعضی اوقات با خودم هم مخالفم. راست میگه، ما بعضی وقتا یه کاری صبح انجام میدیم، از میگم آقا عجب غلطی کردم، به جایی که به طرف بگم آقا من 20 دلارم بهت میدم برو یه کارگر اسپانیش بگی. اومدم وایستادم، حالا اون بیچاره مثلا از پله افتاده پایین، منم خجالت میکشم چه کار. میدونی بعضی وقتا آدم با خودش هم مخالفت میکنه. آدم های خوب اینجوری هست، آدم های بد اونایی هست که همینجوری میرن همیشه میگن ما هیچ وقت اشتباه نکردیم، ما هیچ وقت اشتباه نکردیم، ما هیچ وقت اشتباه نکردیم، تا میفتن تو چاه هرچی که دوست داری. درست ممنونم که هستی، احیانا حالت خوبه، لطفا بقیه را پخش نمایید، خیلی مهم است. عزیز من دانیل جان، دانیال نبی، اینجوری سیستم تلویزیون کار نمیکنه. میدونی مثل چیه؟ مثل که من پدرم فوت شده، زنگ زدم به دوستان، آمدن مجلس ختم پدرمه، همون موقع خدای نکرده پسردایی شما با ماشین تصادف کرده، احتیاج به خون داره، میای تو مجلسی که دارن برای ختم بابای منه، میگه که آقا تازه اینم میشه بگیم، ولی اینجوری وسط برنامه شما 15 دقیقه 4 تا 3 دقیقه و یکم اول 5 تا 3 دقیقه نمیتونم پخش کنم، اینجوری کار نمیکنه. این تلویزیونیه که 20 سال پیش بود، یکی زنگ میزد هرچی هم میگفتیم آقا خانم گرفتیم، لب مطلب شما رو گرفتیم، دیگه تکرار مکررات نکن. میگه آقای سوربی یه دقیقه به من وقت بده، میگفتیم چشم، دوباره 10 دقیقه صحبت میکرد، ما هم هی اینجوری میکرد، عکس منو دیدید موقعی که داشتم پخش میکردم اینجوری میکردیم، باز میگفتیم بابا فهمیدیم والا خنگ نیستیم. حالا پیام دومی شما رو هم پخش میکنم، بفهم. دانیال هستم، دنبالش چون بخره این وقتا مهم بود و طول میکشی، اینه که بشا میگفتم چیزی هم که این وقتا میتونست حالا لحاظ سیاسی مهمی که میتونست گیره خود جواب رضا پهلوی بیاد یا خاندان پهلوی یا طرفدارشون نخواهد از پیشه، اینه که اینا اومدن قول گرفتن که بعد آقا توی به اصطلاح رفراندوم خیابانی مردم ایران رو بله دوباره شد تکرار مکررات. شما میگید رفراندوم خیابانی کردن، آخونده شعار فرستادن، حالا رفراندوم خیابانی این، بعد اون یکی میاد میگه آقا این رفراندوم خیابانی باز. عزیز من رفراندوم رو شما برید تاریخ رفراندوم رو نگاه کنید، معنیش رو تو ویکی‌پدیا، تو دیکشنری، تو نمیدونم اون دایره المعارف هر چی نگاه کنید، یک شرایطی داره، یک کسایی میان وقتی میخوان رفراندوم کنن میگن برای چی رفراندوم میکنن. مثلا اون مال اسپانیا بوده، این کاری کرده که از پادشاهی بیاد به یه نوعی شورایی و نمیدونم جمهوری و اینها بماند. شما حرفی برای گفتن داری، ولی متاسفانه میخوای بیای تو وقت من بگی، اینجوری کار نمیکنه. برنامه که تموم شد، سر دل استراحت به روش شیرازی ها یک چایی درست میکنی میذاری بغل دستت، یه نقط مینوشی، بعد مینویسی رضا پهلوی شاید همکاری کرده باشه. شما به من بگو این رضا پهلوی که الان دیگه روزا پول بادیگارد و محافظم نمیده، حتما لابد یه قراری گذاشته با خاتمی و اینها از اون موقع که کاری به کارش ندارن، چطور یه نفر یه کلمه حرف میزنه از حکومت ایران میترسه که بیان بزنن بیچاره تباتبایی، مگه به شکل پستچی نرفتن در خونش ترورش کردن؟ ولی این برای خودش میچرخه، همینجوری سیگار میکشه و لاتای خیابون داره برای خودش میچرخه. این اصلا تو اون خطی که شما میگی نیست. شما داری راجع به یه آدمی صحبت میکنی که به دلیل اینکه باباش پادشاه بوده، به دلیل اینکه توی سنی سوگند خورده، به دلیل اینکه یه عده هنوز طرفدار این هستن، حالا ممکنه غیرتش
نداره غیرت. وقتی شما غیرت نداشته باشی که دیگه به رگ غیرتت بر نمیخوره. ولی شما اگه حرفی برای گفتن داری، دفعه اولم مهمون من بیا صحبت کن. خانم بعدی مدیان میگه میشه بحثی در مورد حمایت ترامپ از مردم ایران داشته باشید؟ بله، چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما به من بگو، شما به من بگو، تو هواپیما سوار میشی، میگه اگر اتفاقی افتاد بچت همراد بود، همسرت همراد بود، اول اکسیژن رو بذار رو دماغ خودت، مادرت همراد بود، مریض همراد بود، اول اکسیژن رو بذار رو دماغ خودت، کشش رو هم بنداز پشت سرت، بعدن به این برس. ترامپ الان داره خفه میشه. ترامپ تا اینجاش توی لجنی که خودش و خانوادهش درست کردن داره خفه میشه. یک سال گذشته، یه چند روز دیگه میاد استیت آف یونیون صحبت میکنه. توی کمتر از یک سال 2000 تا دروغ گفته. اگر من هر روز میام شما میبینی وقتی نامه ها رو باز میکنم، یه نامه میگه بدهکاری، یه نامه میگه قصه دقب افتاده، یه نامه میگه میخوام خونت رو ببرم، یه نامه میگه میخوام ماشین تو ببرم، اون وقت من به شما بگم بدری جان اصلا نگران پول نباشی، یا هر وقت پول خواستی بگو من کمکت میکنم. شما میگی خیلی ممنون، ولی وقتی میری بیرون میگی آقا این دیوانه است، این خودش نه پول داره نه زندگی داره، میخواد به من پول بده. دیوانه افرادی بودن که روز یه شنبه رفتن اینجا تو سرما وایستادن، این آقا رفته بود کمپ دیوید، بعد اینا حالا میگفتن اومده از پشت پنجره به ما گفته کمکتون میکنه، حالا خدا میدونه کی بوده، یه سگی رد شده موهاش زرد بوده، اینا فکر کردن ترامپه. سگم نداره این احمق، انقدر خودخواهه که سگم نداره. چون شما اگه سگ داری با شب تا شب راش ببری، رئیس جمهورم که باشی دیده بودید ترامپ، اون اوباما، دخترش، زنش، بیل کلینتون، همین جورج بوش، جورج بوش دیوانه، اصلا نقاشی که میگن نه، این هیچ کسو دوست نداره. این میگن اگه خونه آتیش بگیره فقط فکر اینه که خودشو ببره بیرون، این فکر اینه که با دختر خودش همخوابی کنه. اون وقت ما مگر این که ببخشید بخواد بیاد یه کارایی به ایرانی‌ها بکنه، چه کمکی ترامپ میتونه به ما بکنه؟ اصلا سیستم آمریکا اینجوری نیست که رئیس جمهور که میاد بگه من کمک میکنم به اونا. حالا ملت فوش میدن. دوست من نوشته که آقا این آقای اوباما بود که فلان، میگم خانم الان که دیگه اوباما نیست، مثل این که من بیام رستوران شما خوراک بد بذاری جلو، بعد بگم که آقا اون بده، بگی این آشپز قبلی ما بد بوده، خب این نشون میده که آشپز قبلیت که بد بوده هیچی، تو خوراکرم نگه داشتی داری به من خوراک مونده میدی. خانم آقا اوباما مرد، اوباما رفت، یک سال این مردکی که نشسته اونجا و به من و شما قول دروغ داده که من از ساعت اول که میرم بیمه هاتون رو درست میکنم، ساعت دوم دیوار میکشم، چه دیواری؟ از دیوار چین بهتر. شما نگاه کنید این ساختمونای من، این ساختمونا مال این نیست که پدر سگ اسمشو میذاره رو ساختمونا که یه پولی بگیره. به اینجا بهش میگن لایسنسینگ، امتیاز، امتیازش که بعضی هاشون اعتراض کردن گفتن ما نمیخوایم توی ساختمونایی که اسم این هست، اسمش الان شده مثل بگم چی وقتا کفر ابلیس. چه کمکی؟ بله شما برو بزن کانال این دیوانه رو پیدا کن تو تلویزیون آریایا، آقای حمزه پور، این حمزه پور اینجا همه میشناسنش، کارچاق کنه، این میاد توی رستورانی یه چلو کباب که میذارن جلوش میگه شما اگر ما رفتیم شما بشو وزیر آموزش پرورش. برای چی؟ برای اینکه میخواد چلو کباب رو مجانی بهش بدن. خب اگه دوست دارید بشینید از اونا گوش کنید، اگر حقیقت رو میخواید شما الان برید نگاه کنید ببینید وضعیت ترامپ چگونه است. ترامپ دارن به اصطلاح بیل یعنی قانونی می‌نویسن که اینو طبق متمم 25 بگن این صلاحیت نداره، این از لحاظ روانی نمیشه بهش چیز کنی، چی میگن، بهش اطمینان کنی. این کسیه که ساعت 6 و نیم عصر میره میخوابه، اون مردکه الک جونز میگه که این از بس بهش نوشابه دادن مسمومش کردن. بشینید رادیو تلویزیونای خود آمریکایی رو گوش کنید، شبا بهترین قسمت این برنامه‌های کمدی، شما که
خودتون کمدین هستین. این برنامه های استیون کولبر، اگه میخوایم من براتون لینکشو میفرستم، استیون کولبر، سید مایر، حتی اونایی که مال اونور هستن، اونوریان هم نگاه کنید، کانال فاکس و اینها، که کانال فاکس نیوز، ببخشید ما جبرانی گفت فاک نیوز، درست هم میگه، یا فیک نیوز، اینا رو نگاه کنید شما میبینید. چون وقتی یکی دروغ میگه شما میفهمید دیگه. چه کمکی میخواد ما بکنه؟ اینی که اومد گفت عربستان مسئول اینجاست، بعد رفت اونجا عربی براشون رقصید، رقص شمشیر، برای اینکه به دخترش و به خانمش و به خودش پول بدن. فردام لابد با ایرانی ها این برمور عکساش پیدا میشه که زیر آبی دارن میرن و زیر میزی لاس میزنن و تو اتاقا و تو پستوها با هم دیگه هستن. بله، من میخواستم آگاه بشم که بتونم جواب دوستامو بهشون بگم. جواب دوستان این بگو بهشون، بگو سوربی خدا اومده به خوابش گفته این ترامپ همون حضرت عیسی، این ترامپ همون امام زمانه. دیگه چی داریم؟ کلیمی ها از همه زرنگترن، از این امام زمان و حضرت عیسی و اینا ندارد، گرچه اونا هم دارن، ناجیشون میبرد چون اونا چیزن دیگه. بگو قوم برگزیده، بگو که خدا به سوربی گفته این ترامپ هر چی میگه درست، برید دنبالش، وقتتو تلف نکن با اینا. اگه کسی یا اینقدر ساده لوحه که حرف اینو باور میکنه، یا اینقدر شالاتانه که حرف این شالاتانو باور میکنه، به حرف شما عوض نمیشه. وقت خودتون تلف نکنید. بذارید من براتون نشون بدم. بیاین صفحه فیسبوک من نگاه کنید ببینید من چی نوشتم. ببخشید دیگه من نمیدونستم که شما امروز این سوالو میکنید. الان با هم میریم کامرای دو. این صفحه فیسبوک من از همه رنگم اینجا هست، اصلا رنگا به رنگ 72 رنگ شهر فرنگ. بیاین پایین ببینید من اینجا چی نوشتم. بله، آقای سید یوسفی هم میگه چرا شنیدن حقایق برای ما سخت است. عزیز من، حقیقت تلخه، حقیقت مثل داروه. شما ببین دارو، ما میدونیم باید این دارو رو بخوریم تا گلمون خوب بشه، سرماخوردگیمون خوب بشه، ولی وقتی میخوریم اصلا یه 10 دقیقه سرمون تکون میدیم، این و الی آخر. اینجا نوشته خدا امروز پاپ واتیکان و فلان، تظاهرات این، حمایت یک پارچه. ببخشید اگه وقت اینجوری تون میبرم، ولی بذارید ببینم. اولا اینها نگاه کنید، این آقای ترامپ، ببینید ترامپ told more than 2000 lies in the past year and I did. این نویسنده میگه ترامپ بیش از 2000 تا دروغ گفته و منم دروغ گفتم. البته این یه نوشته خیلی خوبی امروز صبح خوندم، خیلی قشنگ بود. بله، من فالوور استفن هستم. بله، استیون کولبر، برید ببینید پریشب جمعه شب چه بلایی به سر همین الکس جونز آورد و چه مزخرفات این رو با اون به اصطلاح صداهای خودش اینها درست کرد. برگردیم حالا ما باز این فیسبوک رو ببینم، اونو میتونیم پیدا کنیم. این میگم وقتی دوست اون آقای چمنارا میگه چرا آقا نوشتای منو پاک کردی، میگم آقا من پاک نمی کنم، یکیش میره پشت، یکیش میره توی ریپلای، یکی میره توی ریسپاند. ببینید مثلا اینجا دوستان، چون اسم خانم فری شوبری رو آوردم، اولا ایشون میگه همه خائن به ملتن، به ملت ایران جز ترامپ. خب خدا بهتون نعمت داده، خدا بهتون رو کرده. من میگم عجب، پس ترامپ باید بره ایران؟ تو رو خدا لطف کنید ایشان را ببرید ایران، بشه شاهنشاه. پسرم که داره دیگه نگران آینده نخواهید بود، چون تازه شما اگه امروز این رضا عقب افتاده رو ببرید ایران، این که پسر نداره، 3 تا دختر داره، حالا باید بریم برای زن پیدا کنیم تا ایشون از اون پسر گیرش بیاد. بعد تازه میبینن آقا اشکال از این نبوده، باید بریم یکی دیگه پیدا کنیم بشه فاسق زنش، بره بچهش برای بچهش پسر درست کنه. خیلی کار مشکل میشه. من نمیتونم اینو پیدا کنم، ولی یه جایی نوشتم، میخوام از اون نوشته بخونم. ببینید اینم همون اشکال چند تا دستگاه. امروز برای یک کسی پیام گذاشتم، بعد گفت آقا تو به دفتر من پیام گذاشتی، شماره تلفن من اینه. ببینید، اجازه بدید من اینو بیارم پست، بیارم اینجا و اینجا 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 اینجا. عجب، من نمیتونم این نوشته خودم رو پیدا کنم. بله پیدا شد. ببین آقای چمنارا، نوشته ای که خودم گذاشتم تو صفحه خودم الان میخوام پیداش کنم مشکله.
دوستان من این براتون بزرگتر که قشنگ بتونید ببینید. فکر کی میشه این مجید بیاد اینجا کمک ما کنه؟ یا این مجید یا اون مجید، دوتاشون هم مجیدن. خدا به من گفت ترامپ منجی ایرانیان است و افرادی که به ایشان امید دارند آدمهای فرهیخته و باهوشی هستند. خدا همچنین به من دستور داد که به این دوستان بگویم از امروز برنامه من را تماشا نکنند، با من کلکل نکنند، فقط تلویزیون های لس آنجلس را تماشا کنند و روزی 5 بار هم دولا بشن برای ترامپ. به زودی ترامپ شاهنشاه جهان میشه، رضا پهلوی هم میشه شاه ایران. بعضی ها به من میگن چرا به رضا پهلوی میگی رضا پهلوی؟ میگم بابا جون، اولا این فامیل پهلوی فامیل دزدی بوده، باباش آقای رضا میرپنج، آقا رضا قلدر رفته فامیلی یه خانواده ای رو گرفته، بعد به اونا گفته شما دیگه نمیتونید از این فامیل استفاده کنید. این یک. دوم من این پلویه، این هر جا پلو میدن هر جا آشه، این احمق فراشه، کچلک فراشه. و اما آقای سربی، این حسینی شاه یک ویدیو گذاشته، حسینی شاه یک ویدیو گذاشته بود که این مردک خانن با آن طرز بینش که بعد از این که تهدید کرد که اگر بسیجی و سپاه به مردم ملحق نشه، نماینده ایران تو مجلس شکایت کرده به آمریکا که شما یه احمقی اینجا تهدید میکنه که 120 نفر از گارد ما رو بکشن، خانواده هاشون هم بکشن، شما اینجا به اصطلاح بهش خونه و امنیت و حقوق بگیره دولته، این که کار نمیکنه که مردکه. این دلقگ ببینید، یه نفر میبینید کمدینه، خانم بدری همدیار کمدینه، به شغلش هم باید احترام بذاریم. دلقک هم که والا ما میگیم، اون روز گفتن دلقک هم کارشون به اصطلاح سخته، کفش گنده و رنگ و مو و فلان اینا، ولی کلمه دیگه نمیتونم فعلا برای این پیدا کنم. یه آدمی که ملیجک آخونده بوده، شما ویدیوهای قبلی اینو ببینید تکار کنید، یه پول زیادی میگرفتی، یه آدم لوس نونور جوکو، تمام بازی های تکراری کپی مال آمریکا و این ورانور رو می آورده تو ایران اجرا میکرده. مردم بدبختم که دو تا کانال داشتن، یکی آخوند پشم سیاه، یکی آخوند پشم سفید. وقتی این اومد فکر کردن این نابغه است. نمیخواین به فرخزاد توهین کنی، همون جوری که فرخزاد شده بود ملیجک شاه، کسی که دکترای سیاست و اقتصاد داره همه اینا رو ول کنه و بیاد اگه باز نکن در رو باز نمی کنم تا اگه ناز اینجوری، این احمق هم شده بود ملیجک آخونده. حالا میگن چک داده، چک گرفته. میدونی اینا وقتی میفتن تو این خط، اون باغ میخره یه باغ، هم این میخره فلان، نه یه دفعه پنچر میشه، پنچر شده در رفته اومده اینجا. ویدیوهاشو نگاه کنید. آقای کامبیز حسینی بهش میگه آقا شما میگی تو ایران بکش بکشه، بزن بزنه فلان، تو چجوری اینجا نشستی این حرفا رو میزنی؟ مادرت خواهرت برادرت تو ایرانه. میگه خانواده من دموکراتم. اصلا این جمله رو بچسبونیم به هم، من یکم گفتم وا، این داره از تو میپرسه آخوندا چرا با خواهرت با مادرت با برادرت کاری ندارن؟ بعد تو میگی خانواده من دموکراتم، چیکار دموکرات بودن خانواده تو داره؟ این اصلا نادانه. و من برای آقای بیژن فرهودی نوشتم آقای بیژن فرهودی شما یه ریپیتیشنی داشتی، یه سابقه ای داشتی، مرد حسابی، رو این ریسک کردی رفتی با این نادان میشینی مصاحبه میکنی، بعد این میگه بزنید بکشید، فردا یقه تو رو میگیرن. تو نمیتونی از یه وسیله عمومی بیای دستور کوکتل مولوتوف ساختن و دستور آتش زدن و اینا رو بذاری. فعلا خر تو خره، شیر تو شیره. یادتون اون وقتا میگن آقا رفتیم فلان جا، انقدر شلوغ بود که سگ صاحبشو نمیشناخت یا خر صاحبشو نمیشناخت. فعلا اینجوری متاسفانه. شما ببین اصلا اینجا کسی برای سال نو، آقای شهرام همایون بسته بود رفته بود، حالا یا بره خانم جدیدش ماشالین هم وفش تا زن گرفته، خانم جدیدش نمیدونم دوای اسال درست میکنه، قرص فلان گشادت کم کنه و سوراخت بوش گشاد کنه و اینا، رفته بود یا تو اون یا واقعا خودش سوراخاش گشاد شده و مریض شده و فلان اینها، در بس را آقا چی شد تا گفتن تقیب توقی خور دویدی اومدی جلو که منم یه سهمی میخوام؟ اینا کسایی هن که جنگ نمیرن، ولی اگه شنیدن یه جا جنگه از اینجا میگن غنیمت منم بیا بیا، اینم غنیمت شما، یکی یکی بیا. ای ای ای. در هر صورت دوستان عزیز، موضوع وزارت آدم کش خامنه‌ای به آمریکا اعزام شده. نه من نمیگم،
من اتفاقا آقای چیز همه اون دوستمون نشتود همه خائن هستن، بعد آقای کابوسی هم. ببینید من با وجودی که میگم این مردک دیوانه هست، احمق، نادانه، آقا اومد اینجا، این آقای رضا فرنودی یه رستورانی داره، اون وقتا به نام وسپوچی بود، بعد کردنش رستوران آبی، بعد کردنش پرژن مدیترینیان، بعدم بستن رفتن. بهش گفت که آقا خب بیا اینجا برنامه بذار. بگو اینجا کمه. رضا فرنود گفت آقا من از لس آنجلس خواننده و نمیدونم مجری میارم اینجا، این پر نمیشه، اینجا برای تو کمه، برو دنبال کارت. فرستادنش لس آنجلس. لس آنجلس هر کی بیاد میگن حالا بیا تو درواز کن، بیا تو. وقتا داور مسخره میکردن، میگفتن هر کی از توی خیابون رد میشه درواز کنه، میگه مثلا آقای فلانی نتونسته بیا تو، بیا تو. آقای فرزان دلجو نشست بغل لسش، برید ببینید چه مزخرفاتی میگفت. اینا همه انداختنش بیرون. حالا اومده میگه من $1,000,000 به هم دادن، که این احمق نمیفهمه IRS میاد دنبال، اداره مالیات بر درآمد میاد دنبالت، میگه شما گفتی $1,000,000 بهت دادن. اولا این پول کجاست؟ اگه تو بانک نیست تو داری پولشویی میکنی. من آقا یه دفتر اینجا دارم، اینو بهتون نشون دادم بارها، یه دفتر آبی انقدی. آقای احمد از فلوریدا $30 میفرسه، مینویسم $30. همشهریمون $199.99 میفرسه، مینویسم $199.99. این ماه که تموم شد میبندمش، مینویسم فوریه. اینجوریه. ولی اون نادان تیمور لنگ گفت آقا من که قاچاقچی نیستم کش بگیرم. گفتم احمق، خیلی از بیزینس های تو آمریکا کش میگیرن، ران تاکسی کش میگیره، کارمندای رستوران کش میگیرن. اونی که حسابش درسته قشنگ خونه که رفت پولاش میذاره، میشماره، مینویسه، مالیاتش هم میده، بعدش هم از مالیات استفاده میکنه. ولی این دلغک که حیف کلمه دلغک که بهم بگیم، یه کلمه پیدا کنید تو من بهم بگم. این مجید میگه سید دیوانه، درست میگه، ولی این کلمه خائن رو به این اون نگیم دوستان. کلمه خائن یه بار سنگینی داره و اینو همینجوری استفاده نکن. بله این دوستمون که قبلا هم گفته بود، بله این حسینی گفته که شاشید تو دهن مردم، برای که نشسته بود فکر کرد حالا به یه شبه اینا میرن اینم ور میبرن، حالا اینو ور دارن ببرن، میخواد چی کاره بشه تو ایران؟ گیرم که این بشه رئیس اداره، رئیس رادیو تلویزیون ایران. آخه کسی که تا دیروز برنامه بچه ها اجرا میکرده و لوس و نونو رو آهنگ هندی میخونده، حالا شد رئیس، میشه چی؟ تلویزیون ایران که این همه رئیسای نمیدونم دکتر و فلان داشت، چی بود برنامهشون که حالا این آشغال بره بشه؟ درست من نمیدونم، واقعا یه بنبستیه. هر کی از من میپرسه میگم وقتی من نمیدونم چی بگم، من نمیدونم. ممنونم بازم از شما دوستان که با صحبتهای خودتون، پرسشهای خودتون این برنامه رو مستدام میکنید. من با توجه به اطلاعات دقیق دارم راجع به پشت پرده رضا پهلوی و شورای ملی وی دارم از فکر و عمل او صحبت میکنم. مطمئن باش با ایرانی همکاری بخواد بکنه اول شما را پیشکش میکنه. نگاه کن، مطمئن باش با ایرانی همکاری بخواد بکنه اول شما را پیشکش میکنه. مثلا یه آدمی به نام حسین عسقری، نه عکسی نه چیزی، اجازه بده من اینو پاکش کنم، یه بار دیگه بنویسی دیلیتت میکنم، یعنی بلاکت میکنم. الان بند شدی و احمق، اینا تهدیده، تهدید رو ننویسید. اومد توضیح داد آقای دکتر شهرام ایران بومی، گفت اگه اینایی که رفتن شکایت کردن بلد بودن، وقتی شکایت میکنی که تو رادیو تلویزیون فریاد نمیزنی که اونو بردارن سوار ماشین کنن شب به در برن. نمیفهمیم، بلد نیستیم، خرتوخره، احمقیم، نادانیم. طرف میاد می‌نویسه که آقا اولا اگه شما، من 2005 رفتم ایران، گفتم آقا ایران مال خودتون، مگه شما نمیگی وطن فروش؟ وطن یعنی چی؟ یعنی سهم من میخوام بفروشم. آقا من میفروشم، یه وطن خر سراغ دارید؟ یه خر خوب، منظورم خریدار خوبه، بیاد سهم منو بخره. سهم من برای شما، شما دو تا رای بده، دو بار بنویس پادشاه احمق. آقا من نمیخوام ایران برای شما، ایرانی که شاه توش بود اونجوری بود، شاه سوئیس رفته یه بی سواد اونجوری بود، ایرانی که شیخ و آفتابه به دست اومد اینجوری بود، ایرانی که توی احمق بخوای بری، عجب انگشته به موقع اومد بالا دوستان.
این شد شاه کوچولو ترسو، این شد شیخ عمامه به سر تظاهر به بزرگ بودن، این شد شما که میخوای حالا بری حکومت بگیری دستتون. ببینم کدومتونین، بیان جلو. اگر تو میخوای حکومت رو بگیری دستت، با الان تو اینجا بتونی حریف من بشی، بیای حرف بزنی، بحث کنی، دوستان بگن به. بله خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای شاهین یا شهین پیر مرد هستی، شما که جوونی بیا جلو. شما رو الان چقدر خوبه آقا این واقعا. بله بن شهین فرهادیان، اگه آدم بودی میمدی جلو میگفتی سوربی من با تو مخالفم. ما شاه اللهیا الان 20 ساله 30 بار از مردم پول جمع کردیم، 30 بار گفتیم شورای ملی، شورای شاهنشاهی، شاهنشاه عقب افتاده، شاهنشاه دماغ بزرگ، شاهنشاه کوچیک، پسر محمد دماغ، پسر فلان، و الان 20 نفر میتونیم جمع کنیم. عوضی الان وقتی میگن این آقای رضا پولوی داره میاد میاد کالیفرنیا، هوا هم خوبه، مردم 60 نفر هم جمع نمیشن. اون 30 نفری که جمع میشن همون 30 تایی هن که تو تلویزیون برنامه داشتن و میدونن که این داره میاد و دارن میان باهاش عکس میگیرن. یه زمانی همینجا 10,000 نفر میامدن بیرون، یکی یکی همشون دیدن این مرد عمل نیست. شهین یا شاهین هر کی اسمته، یه چیزی یاد بگیر، روزی یه صفحه کاغذ بخون، روزی یک ویدیو تماشا کن، و هر وقت فکر کردین شماها دو تا سه تا کله گندتون میتونید حریف من بشین، بفرما این گوی و این میدان. تا اون موقع لطفا خفه. بله حمید ناراحتی نگاه نکن، بذار ما حمید. بله خدایی مخت گوزیده. بله گوزیده، من از همین بدبخت بوش اومده تو سرتو گیچت کرده. بذارید آقا خانم چیز، من اینم بندازم بیرون. چقدر خوشم میاد اینا رو، آدم کیف میکنه. بن حمید فرد، یه سری فرد شیرازی هم داشتی. بله مرسی مرسی. نه به اینا نصیحت نکنید خانم ایوان پری، به اینا نصیحت نکنید، اینا نصیحت پذیر نیستن. بابا رئیسشون شاه بود، بختیار نصیحتش کرد، همین خمینی نصیحتش کرد، گو آخه احمق اگه تو مسلمونی با قانون میخوای بری طبق قانون فلان، این کاری که داری میکنی فئودالیسم و نمیدونم فلان اینا درست نیست. اگه نیستی بیا بگو نیستم تا مردم تکلیفشو میدونن. گوش نداد. دکتر صدیقی گفت، گوش نداد. چند نفر از شورای از جبهه ملی برش نامه نوشتن، گوش نداد. نماینده آبادان این کی بود آقای چیز از پانیرانیستا در رابطه با بحرین گفت، گوش نداد. اینا گوش نمیدن، اینا میرن تا سرشون بخوره به سنگ بیافتن زمین. ولشون کنید، بذارید زودتر برن سرشون بخوره به سنگ. پس با اینا بحث نکنید. هر کی میگه بگید درست میگه. هفته پیش برنامه منو دیدید، هر کی میگه اون خانم چیز گفت که این میگن که مردم به خاطر رجوی اومدن تو خیابون، گفتم خانم شما کم لطفی میکنید، اینا درست میگن، مردم همه اومدن برای رجوی. خب یکی بگه رجوی مرده بی ناموز، پس چرا نمیری ایران؟ پس چرا نمیری ایران؟ دروغ خودشونو با خودشون ثابت کنی. آقای رضا پولوی همه اومده بودن گفتن چی رضا شاه جاوید شاه نمیدونم بوده بیار اینجا، چرا نرفتی احمق؟ اون روز مجید نوشته بود آقا رضا پهلوی 5000 کیلومتری ایران هم نمیره، کشورهایی که تا 5000 کیلومتر نزدیک ایران هم نمیره. دوستان عزیز ساعت 3:54 است. خیلی خوشحالم. اگه شما فکر میکنید فقط شماها هستید که برنامه رو نگاه میکنید که دوست دارید چیزایی رو که میخواین بگین من میگم، اشتباه میکنید. اونایی که مخالف منن و انقدر احمقن که دشمن من شدن، اونا از 5 دقیقه 10 دقیقه قبل هی میان میزنن ببینن سوربی کی میاد، چون خوششون میاد، اینا خوششون میاد یه نفر بیاد با دلیل بهشون بگه بفرما. و اینم برای اونایی که دشمنه، مخالف احترام بالای سر، دوست که دیگه اصلا به قول ایرانی ها و شیرازی های تعارف میکنن رو تخم چشممون. ولی دشمنی که منو ندیده منو نمیشناسه دشمنه، خب الاغ
تو فرقت با اون بسیجی و حزب الله چیه؟ هر کدومتونو بدن با یه خر عوض کنن، صاحب خر فردا میاد میگه آقا این خر منو بده، اینو پس بگی این چیه. خب همین ناراحتی اون. اوکی مرسی 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 دوستان، اجازه بدید که بله. توهین نکن مرکی که یه بیشوهو. آخه عوضی آقای علی رحیم پور 57 سال شاه بی سواد به مردم توهین کرد، 40 سال آخوندا به شما توهین کردن. من به مردم توهین نمی کنم که. این چیزایی که من گفتم اگه تو هستی خیلی خری. مثل این میمونه که من بگم مردی که دوست، بعد تو بیا بگی آقا چرا من توهین میکنی، بدتر آبرو خودت ببری جلو مردم، همه بگن آقا سوربی خوب گفتا این دزده. برو بدبخت، برو یه چیزی یاد بگی، تماس بگی بگو سوربی من میخوام تو برنامه مهمون باشم، من مخالف تو هستم، من طرفدار پادشاهی هستم، من سلطنت طلب هستم، من شاه اللهی هستم، من احمق هستم، میخوام حرف بزنم. بیا حرف بزن. تا اون روز اینجوری تا بیای برو بیرون. ایرانی تا منفعت نداشته باشه از کسی دفاع نمیکنه، حتی نماز هم میخونن آخرش یه چیزی میخوان. گفتم بهتون این خانم بدوی همدیار، بدونید اینایی که کارشون به اصطلاح جوک گفتن هست، اصلا از در و دیوار میتونن بسازن جوک. به خاطر همین وقتی که من میخوام برم برنامه میگم من اون دو ردیف اول نمیخوام بشینم، دور میشینم، چون اینا بعض وقتا گیر میدن. اصلا اول باز اسم چیه شما میگی، میگی یواش حرف میزنی، کاری کردی میترسی فلان اینا. حالا ایشون میگه بابا ایرانی تا منفعت نداشته باشه پاش جلو نمیذاره. یکی از این شاهلایا زنگ زد به من شنبه، آقا میای سر کار؟ گفتم من یه کاری باید برم انجام بدم، $900 به من حقوق میدن، شما به من نصفشو بده من میام. گفت نه ما که نداریم، دادیم اتوبوس و فلان اینا. گفتم پس برای چی بیام من اینجا؟ اگه نیام مورگج خونه و قسط و ماشینم، تازگی های ماشین خریدم قسطش $337 قسط باید بدم. بعد دوشنبه زنگ زد گفت آقا نیومدی یا؟ گفتم بودم، تو منو ندیدی؟ گفت نه. گفتم از بس ماشاءالله شلوغ بود، چه جمعیتی بود؟ گفت نه آقا شلوغم نبود. گفتم خودت الان من گفتی 3000 نفر اومده بودن، عکساشونو بردارید نگاه کنید، خجالت آوره. سازمان مجاهدین که یه زمانی من احمقم میرفتم براشون و فکر میکردم این سازمان ارگانایز و مجانی براشون کار میکردم، عکساشو نگاه کن آقای غلام ترشیزی چند نفر اومده بودن، تازه خودشون اینقدر نادانن عکس میفرستن که از لس آنجلس لشکرکشی کردن با هواپیما، شب اومدن اینجا نشستن. چی بگم والا. خیلی ممنون دوستان. اوکی ساقی تو جنس، اوکی من دیگه شما رو باید بندازم بیرون، کارت از این چیزها گذاشت. دوستان اجازه بدید من این حمید فردم اینجا در حضور شما بیرون بکنمش، بعدم شما هم هر کسی مزاحمتون شد، یکی از محاسن این فیسبوک اینه، یعنی همه مشکلاتی که همراه خودش آورده تکنولوژی یه حسنی داره، آقا هر کی بوگنداد از اتوبوس پیادش میکنی. اینجا میزنی چی؟ اسمش حمید فرد بود، حمید فرد. فقط یادتون باشه عکسش یه نگاهی بکنید که اشتباهی یه نفر دیگر رو بیچاره بلاک نکنید. بله این حمید فردم، هم توپل هم سیاه، ازدواج اسلامی. اوکی بسیار عالی. یا بفرما میبینید دوستان اینو قشنگ بلاک. برو آقا تو نشون دادی تو ارزش و لیاقت این که بیای توی برنامه یه نفر بشینه نظرشو بگه، و من چقدر خوشحالم که به شما دوستان نشون میدم اینا در یه فضای مجازی در کشورهای آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه به من و شما آزادی نمیدن. آقا من دیوانه هستم، 4 تا دوست دیوانم رو جمع کردم اینجا، چه کار داری با ما؟ تا شدی شاه، هر کی من احمق و قبول نداره بیاد پاسپورتشو بگیری بره، خاک بر سر خودت که زودتر از همه با پاسپورت در رفتی فراری شدی. اینا نادانه. من و شما چرا وقت اونو با نادانا بگذرونیم؟ قرار بود امروز براتون یه فیلمای نشون بدم که بیا و ببین و دیگه وقت نشد. الانم 4 بعد از ظهر، ازتون خداحافظی میکنم. دوستان لطف کنید این برنامه ها رو به دوستان مخالف و موافق بفرستید.
حتی به دشمناتون هم بفرستید. برای مخالفین و دشمنان یه جورای زجرشون میدید، برای موافقین بهشون بگو آقا مجبور نیستی تلویزیون های لس آنجلس رو نگاه کنی اعصابت خراب بشه. در شرق آمریکا همیشه آفتاب از کجا میاد؟ از شرق آمریکا میاد، از شرق میاد. شما باورتون میشه اسکندر رفته بوده ببینه آفتاب از کجا میاد؟ اسکندری که شاگرد کی بوده؟ ارسطو، افلاطون، این همه حکیم، میگن رفته به دنبال آفتاب به طرف ایران. اون دیگه عجب خری بوده. بماند دوستان عزیز، به حزب خران خوش آمدید. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، از اون طرفم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. از یکایک شما ممنونم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من به اینایی که میگن آقا این سربیا جلوی رضا پهلوی رو گرفته، میگم خاک بر سر تو، خاک بر سر رضا پهلوی، که شماها یه قلم سربی که خودتون میگین پیرمرد، یه قلم سربی پیرمرد جلوی شما رو گرفته. ولی حالا یه چیزی، شما چه غلطی کردین که من جلوتون رو گرفتم؟ خاک بر سر حمال اومده بود یه چیز گذاشته بود جلوش، یه لپتاپ 200 دلاری. اوکی دوستان عزیز، برای من نوشتن مامانت چقدر قشنگ بود، مامانت چقدر خوب میداد به فرهنگ و هنر، منظورم پوله ها، فکر بد نکنید، عجب عجب بد جنسایی هستید، چقدر مامانت گله، قربون خوننت بری. این آقا رضا پهلوی فعالیتش این بود. و حالا دوستمون دانیل میگه که نه آقا من خبر دارم ایشون یه کارایی کرده. خب بیا بگو، من نیستم، من با اینا نیستم، نمیدونم. ولی آخرین چیزی که میدونم اون سالای پیش گفتن آقا به این گفتن که یا خفه شو برو دنبال کارت. خمینی هم بهش گفت بچه برو درستو بخون. و حرف خمینی رو تنها کسی که گوش داده اینه. دوستان عزیز، منتظر شما هستم در تلویزیون مردم، هم از طریق تلفن، هم از طریق تکست، هم از طریق ایمیل. سعی کنید با فیسبوک به من خیلی چیز نکنید، سعی کنید کلکل فیسبوک و اینا رو کم کنم و بیشتر وقت بذارم برای خوندن و مطالعه برای برنامه‌های آینده. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.